سلام دوستان، امیدوارم همتون خوب هستید. به درسمون خوش اومدید و امروز به پنجمین درس مرکز آموزشی ادامه میدیم. حالا موضوع درسمون، اسم درس امروزمون واقعیت هست و میتونید مثل همیشه سوالاتتون رو بپرسید و سوالاتتون مربوط با درس باشه خیلی خوب میشه، چون تمرکزمون بیشتر رو موضوع میشه و بعدش هم به سوالات نامربوط با درس جواب میدیم. شروع میکنیم به درسمون. حالا یکم وارد درس بشیم. تا حالا چی یاد گرفتیم؟ علم کابالا فقط طبیعت انسان و طبیعت خدا و تفاوت میان اینها و علمی که طبیعتمون رو به ما میگه و به واسطه این علم اگه به صورت درست کار کنید در داخل طبیعت خودتون چرا نمیتونید با خوشحالی زندگی کنید و چرا مشکلاتی دارید و چرا نمیتونید با این مشکلات حل کنید و چرا از این شرایط هیچ وقت نمیتونید در بیاین گفتیم و کاری که باید انجام بدین به هدف زندگی، دلیل بودنتون در این واقعیت، کاری که باید بکنید به آگاهی خدا بیاین و چطور میتونید این آگاهی رو به دست بیارید. تمام کارمون مربوط به اینه و هیچ وقت هدف دیگری برای کار کردن این علم نیست. به خاطر این بهتر کردن زندگی دنیاوی و یا بهتر کردن دنیا و یا پاک کردن بدیهای دنیا و تبدیل کردن این دنیا به بهشت، کابالا چنین هدفی نداره، چون آفرینش چنین هدفی نداره. هدف آفرینش زیبا کردن یا بهتر کردن این دنیا نیست. هدف آفرینش اینه که وقتی تو این دنیا هستیم بتونیم خدا رو به دست بیاریم. هدف آفرینش این. و کابالیستا میگن که خدا از انسانها اینو میخواد چون که بزرگترین درجه در هستی مثل خدا بودنه. به خاطر این در این دنیا مثل بقیه حیوانات که چطور به این ور اون ور می دوئن، انسان هم در این دنیا به این شکل است. یعنی چطور در روی سگ کک این ور اون ور می پره، در روی دنیا هم انسان به این شکل به این ور اون ور می پره و فرق زیادی با هم نداره. سگ هم کک هم در دنیا هم انسان از شرایط بدی می گذره همیشه و زندگی انسان راحت نمیذاره. نه به کشورها، نه به انسانها، به هیچ کس. و در پشت اینها فقط یک دلیل وجود داره. اون هم برای اینه که انسان به هدف زندگی برسه. و دلیل دیگه ای نداره. و کاری که در علم کابالا باید بکنیم آگاهی و فهم خدا که هدفمونه و حس اون و طبیعت اون رو به دست بیاریم و با طبیعت او در آفرینش وجود داشته باشیم، یعنی به درجه خدا برسیم. شرایط اینه. در این حال کابالیستا به ما میگن که اینو باید چطور انجام بدیم. حالا ما هم به موضوع واقعیت اشاره میکنیم. ببینیم واقعیت چیه. حالا ما از حس کردن واقعیت هم بحث کردیم و در حس واقعیت گفتیم که همه چی داخل انسانه و در کار ما پیشرفت فقط یک راه داره، یک شرایط داره که اونو هم اول درس گفتیم، نقطه تو قلب. به خاطر این برای کار کردن کابالا باید شرایط مخصوصی که بهش نقطه تو قلب میگن لازم داریم. در غیر این صورت اومدن به علم کابالا ممکن نیست و اگر هم بیاید نمیمونید. اگه نقطه تو قلب بیدار شده باشه و آدم نتونه اونو قوی تر کنه، با اراده آزادش قوی نکنه، اون هم از بین میره.
چون اگر بچه نتونه بزرگ شه و نخواد بزرگ شه، نمیتونه بزرگ شه. شرایط اینه و طبیعت هم ماها رو باید برای بزرگ کردن هول بده. و یا هم اگر نقطه تو قلب بیدار شده باشه، باید این کار رو به نحوی انجام بده. اگه نکنه از راه میفته، چون خدا به انسان اجبار نمی کنه. به خاطر این چیزی که کار میکنه در واقعیت ما خواسته گرفتنه، یعنی باید در داخل فرد آرزوی جدیدی افشا بشه که خواسته گرفتن موجود که بهش نقطه تو قلب میگیم، و این نقطه تو قلب به آدم همیشه به آدم هدف زندگی چیه رو سوال کنه. و باید مثل یک چیزی که در گلو گیر کرده باشه و در زندگی به من هیچ لذتی نمیده. زندگیم هم خوب باشه و اگر از بعضی چیزها لذت ببرم، فرداش یا یکم بعد باز هم طعم همه چی از دست میره. نقطه تو قلب چیزی شبیه اینه. و اگه فرد به همراه این آرزو بیاد و در کار ادامه بده، برای خودش حس کردن واقعیت در این لحظه میتونه به صفحه جدیدی یعنی واقعیت رو بور کنه. این یعنی فرد یک آگاهی جدید به دست میاره، یعنی روی طبیعت قبلیش مثل یک نرم افزار جدید میسازه. یعنی ویندوز همیشه خراب میشه، یکی دیگر رو میسازم که خراب نشه. و این فرمت و نرم افزار جدید طبیعت جدید انسانه، مثل طبیعت خداست، شبیه به این. حالا ببینیم مربوط به این موضوع کابالیستا برای ما چی میگه. همیشه از منابع میخونیم، چون این برای کابالیستا قانونه. همیشه از منابع کابالیستی یکم میخونیم مربوط با موضوع، و بعد میبینیم چی به ما میخواد بگه، روش حرف میزنیم. و اگه سوالاتی داشتید مثل همیشه بپرسید. ببینیم این طبیعتی که میگیم طبیعت خدا از طرف فرد چطور به دست آورده میشه. علم کابالا صفحه 696، ورود به علم کابالا ماده 1. طبیعتاً به طوری که بحث شد، خواست گرفتن از سر تا ته تمام ماده خدا هست. به خاطر این تمام موجودات که به وجود آمدند و می آیند، تمام لحظه های آنها و کار کردنشان اندازه های متفاوت خواست گرفتن هستند. تمام چیزهایی که داخل این موجودات به وجود آمدند، گرفتن همه چیز، درخواست گرفتن، همه اینها داخل اینها جایگذاری شده و از خود او، از خلق شدن به خلق شدن دراز میشه. درس قبلی یکم از این حرف زدیم و دوباره از روش میگذریم. خدا وقتی ما رو آفرید، بودن به بودن، و اولین روح رو از هیچ آفرید. به خاطر این مخلوق به همراه خالق، اولین شرایطی که وجود آمد، این شرایط وقتی از هیچ خلق شد. چرا همراه خالق؟ چون اساساً همه چیز که از طرف خدا آفریده شده و شرایط دیگری از خدا در هستی نداریم. هر کس در دنیا، تمام مخلوقات، تمام واقعیت در داخل خدا هست. به خاطر این هیچ وقت از خدا دور نیست. در این شرایط ما رو آفرید. بی نهایت. و همه ما به اون شکلی. در چشم خدا همه ما در این حال هستیم. همیشه. باید به این شکل فکر کنیم. خدا ما رو از اول داخل کاملیت آفرید. و در چشم او، وقتی با چشم او نگاه کنی به واقعیت، واقعیت همیشه مثل اولین شرایطی که آفرید، داخل تمامیت و کاملیت به اون شکل کار میکنه. هیچ نواقصی یا کمیتی وجود نداره. فقط گفتیم تا فرد برای این که بتونه خدا رو به دست بیاره، باید آگاهی انشا کنه.
به خاطر این تا این دنیا این یک آگاهیه. به این کم کم به این شکل نزدیک بشین. آگاهی طبیعتاً این موجود کم کم با دور شدن از خدا یعنی گذشتن از دنیاها قبلاً گفته بودیم و افتادنش به این دنیا به خاطر اینه که حس خدا رو از دست داده و گفتیم داخل این شرایط چی هست. همه اینها پر از تجربه هاست. رشیموت یعنی اینجا خدا رو 100% حس می کرد و اینجا 0% حس می کنه. یعنی هیچ حس نمی کنه. به خاطر این خدا در این دنیا احساس نمیشه و میتونه یک سری آدم باشه که نتونه اونو حس کنه ولی بگه که ایمان داره. ولی علم کابالا واقع بینه. از دنیای خیالی آدمای بیرون حرف نمیزنه و اسم درس هم واقعیت است. به خاطر این وقتی خدا رو حس نمی کنه نمیتونه بگه که خدا هست و ایمان دارم و حس میکنم. این گروهی که اینا رو میگن اونا یکم متفاوتند. در اول هم کسی که به علم کابالا میاد باید این نقطه تو قلبش بیدار بشه که معنی این آفرینش رو بپرسه و به این سوال میتونه شروع کنه. و شرایطی که خدا ما رو آفرید گفتیم که خواست گرفتن. همه ما خواست گرفتن هستیم. خواست گرفتن لذتی. میخوایم خوشحال باشیم. آرزومون اینه. به شکل خوب میخوایم زندگی کنیم. ما خواست گرفتن لذت هستیم. و خدا مخصوصا ما رو به این شکل آفرید چون میخواد به ما لذت بده. ولی لذتی که میخواد بده با فهم ما که میگیریم یکی نیست. و آدم نمیتونه تو این دنیا لذت به دست بیاره. چون لذت و آرزو خواست گرفتنمون آرزومون اینم لذت. لذت و آرزو وقتی که به هم رسیدند چی میشه؟ هیچ کدوم نمیمونه. نه لذت میمونه نه آرزو. به خاطر این طبیعت روی ما یک بازی داره. هرچی هم بخواد به دست بیارم نمیتونم خوشحال باشم. اگر بودیم چیزی که میخواستیم بعد از به دست آوردنش اگر خوشحال بودیم از اون شرایط همیشه محافظت میکرد و هیچ وقت نمیخواستیم از اون شرایط خارج بشیم. چون یعنی چی لذت گرفتن؟ یعنی خودم رو کامل حس میکنم و به طرف هیچ چیزی قدم بر نمیداشتیم. اون شرایط رو محافظت میکردیم. ولی لذت و آرزو همدیگر رو از بین میبره. به خاطر این انسان هیچ وقت در این دنیا نمیتونه خوشحال باشه و شرایطی که در این دنیا داخلشیم ناراحتیم. انسان ها هم رفته رفته ناراحت بودنشونو و پوچ بودن زندگی رو کشف میکنند. حالا ما چی گفتیم؟ گفتیم طبیعت ما این خواست گرفتن ماده اصلی ماست. خواست گرفتن لذت. ماده اصلی. طبیعت ما. خواست گرفتن. این هیچ وقت عوض نمیشه. چون هدف آفرینش خوشحال بودن واقعی انسان. یعنی خوشحال بودن تا ته و همیشه خوشحالی بی نهایت واقعا هدف آفرینشی. و در این حال چطور خوشحال میشه؟ شرایط خدا احسان کردنه. مخلوق هم میخواد بگیره و در این حال در میان این دو یک ضدیت وجود داره. نامساوی بودن هست و به خاطر این شرایط نمیتونه خدا رو احساس کنه. چون برای حس کردن او باید فرکانسمون با او جور در بیاد. یعنی اگر برای شنیدن باید فرکانس صدا به گوشم وارد بشه و بتونم بشنوم. اگه بخوایم ببینیم انعکاس‌های نور رو فرکانسی که چشمام میگیره باید هماهنگ هم باشن.
uygun frekanslar arasında olması lazım. Ve برای لمس کردن باید حس کنم. یعنی باید در حسامون هم فرمی باشه. و به خاطر این که در این شرایط نیستیم، در این دنیا به کلی از خدا جدا هستیم. و طبیعتمون خواست گرفتن لذته. و دلیل این جدا بودن فقط برای خواست گرفتن بودنش هست. به خاطر این که لذت رو میخواد برای خودش بگیره، به خاطر این تماما جداست. دلیل جدا بودن از خدا هم همه این لذت ها رو به خاطر خودم میخوام. به خاطر خودم. حالا اینجا دو شرایطی هست. یک، طبیعت داریم. خواست گرفتن هم خدا آفرید. نمیتونیم شاکی باشیم. خدا هم از ما نمیتونه شاکی باشه. از خودمونم نمیتونیم شاکی باشیم. اگر ما رو این شکلی آفریده چه کار میتونیم بکنیم؟ کاری نمیشه کرد. ولی مهمترین فرق اونجا پراتر از ضد بودن خواست گرفتن. خواست گرفتن مخلوق یعنی طبیعتش رو به خاطر لذت خودش استفاده کردن. اینو باید بگیم، روشنش کنیم. خدا تماما صاحب طبیعت احسان کردن. ما تماما صاحب طبیعت گرفتن هستیم. ولی چیزی که ما رو وحشی میکنه و از خدا دور میکنه، جدا میکنه، خواست گرفتنمونه. فقط به خاطر خودمون استفاده کردنه. خدا ویژگی احسان کردن رو تماما برای دیگری استفاده میکنه. مخلوق هم خواست گرفتنش رو فقط برای خودش، لذت خودش استفاده میکنه. فقط. و چیزی که ما رو از خدا جدا میکنه خواست گرفتن نیست. خواست گرفتن به خودمونه. وقتی تو کتابا اصلاح کردن خواست گرفتن رو مینویسه، اصلاح کردن اینو میگه. نمیتونیم خواست گرفتن رو اصلاح کنیم. این ماده خالصه. همیشه این شکلی میمونه. اینجا هم میگیم مادمون اینه. این همیشه به این شکل میمونه و هیچ عوض نمیشه. در آخرین درجه معنویات هم، در آخرین اصلاح هم، باز هم خواست گرفتن میمونیم ما. ولی خواست گرفتن رو به خاطر خودمون استفاده کردن، این چیزیه که کابالیستا بهش اگویزم میگن. و این هم یک خط باریک است. و خواست گرفتن رو به خودم استفاده کردن یعنی چه کار کنم؟ شکمم رو سیر نکنم؟ مگه لازم نیست اینا؟ آب نخورم؟ لازم نیست؟ برای خودم کاری انجام ندم؟ انسان همیشه به خاطر خودش بهانه هایی داره. وقتی هم پیشرفت کنه، اگویزمش چیه؟ یکم بهش اشاره میکنه. چون لازمه اینجا جداسازی کنیم. چون خواست گرفتن، گناهکار اصلی اون نیست. گناهکار اصلی، آدم برای ارضای خواست گرفتن سوء استفاده کردن از دیگران. یعنی دیگران را به حساب نمیذارن. با فکر نکردن دیگران، کارهایی که میکنه، ضرری که به دیگران میزنه، فکر نمیکنه. اگه فکرم بکنه، براش مهم نیست. اگه ببینه که به دیگران ضرر میزنه، باز هم براش مهم نیست. طبیعت ما به این شکل کار میکنه. با این فرمول کار میکنه. به خاطر این خواست گرفتن به خودی خود ضرری نداره. ولی خواست گرفتن رو به صورت اگویست استفاده کردن به تمام دنیا و انسانها در اصل به خود انسان ضرر میزنه. شرایطی که باید اصلاح بشه اینه. خواست گرفتن برای خودمون، اگویزم، به این هم کابالیستا میگن که نیت.
یعنی چیزی که باید فرد عوضش کنه، چیزی که باید اصلاحش کنه، خواست گرفتن نیست. نیت یه که پشت خواست گرفتن خوابیده. چیزی که باید اصلاحش کنه اونه. یه بار دیگه بخونیم، بازم بخونیم تا بهتر بفهم. چیزی که میگم موضوع تمام آفرینش اینه. تمام موضوع خدا و طبیعتش، مخلوق و طبیعتش و نیتمون. اینجا یک خط هم بکشیم. اینجا نیت بنویسیم. و نیت اساساً حسی که با اون خدا رو حس میکنیم میتونیم بگیم. ممکنه که نیت به ما به شکل حس بیاد. مگه نیت میتونه حس باشه؟ چون با تغییر نیت، یعنی با اصلاحش، برای حس کردن خدا، چیزی که روح میگیم، نیت هم فهمیده میشه. یه بار هم بخونیم و شروع به کار کنیم. طبیعتاً خواست گرفتن از سر تا ته ماده آفرینش است. یعنی تمام درجه های بیجان، گیاه، حیوان، سخنگو، تمام واقعیت همش خواست گرفتنه. و به این دلیل چیزهایی که هستند و چیزهایی که به وجود میان، تمام مخلوقات، تمام لحظه ها و کار کردنشون اندازه های متفاوت خواست گرفتن هستند. قبلا هم گفتیم به همراه پیشرفت انسان چی بزرگ میشه؟ خواسته گرفتنمون بزرگ میشه و در نسلها این خواست بزرگ میشه. فقط به خاطر این در آفرینش اولش درجه بیجان خلق شد. خدا در اول آفرینش فقط درجه بیجان رو آفرید. میگه آسمان ها، زمین، کهکشان ها، خورشید، ماه، همه اینها درجه بیجان هست. اول از همه بیجان رو آفرید. بعدش درجه گیاه رو آفرید. روی اون هم درجه حیوان رو آفرید. بعدش هم سخنگو رو آفرید. واقعیت از اینا تشکیل شده. به خاطر این تمام چیزها در واقعیت بیجان، گیاه، حیوان، سخنگو و همه اینها خواست گرفتن هستند و از اول آفرینش به این شکل شروع شده و در داخل جامعه انسان هم انسان به این درجه ها جدا میشه. یعنی درجه های گیاه، بیجان، حیوان در انسان هم هست. مثلا کسانی که آرزوی ساده ای دارند مثل خانواده، غذا، روابط جنسی، اینها برای زنده موندن هستند. برای زنده موندن به اینها احتیاج داریم. به انسانهایی که داخل این آرزوها هستند درجه بیجان میگن. انسانهای نرمال بیرون میگن خانواده خوشحال و زندگی خوبی داشته باشیم، زندگی کنیم، بعد این هم میمیریم. اینجا درجه بیجان هست. برای زنده موندن بعد اون در جامعه کسایی که میخوان پولدار بشن، پول داشته باشیم، اموال داشته باشیم، اینها متعلق به درجه گیاه هستند. بعد اون کسایی که میخوان صاحب کنترل باشن، سیاسی ها، هنرمندان، میخوان صاحب کنترل باشن، اینها درجه حیوان هستند. حیوان ها هم این ویژگی رو دارن. در طبیعت هر حیوانی به خودش منطقه ای داره. شیرها منطقه ای دارن. گرگ ها برای شکار منطقه دارن. هر حیوان میگه اینجا مکان منه. اینجا حرف حرف منه. این شرایط هست. درجه حیوان و درجه سخنگو که بهش علم میگیم، درجه ای که در آن دانشمندان، کسایی که علم مکانیزم پشت واقعیت رو تحقیق می کنند. دانشمندان کسانی که با علم خالص سر و کار دارند. این هم درجه سخنگو. چرا بهشون سخنگو میگیم؟ چون میخواد علم آفرینش رو کشف کنه. یعنی کاری که با هم به خدا نزدیک میشه. اما در داخل علمهای دنیوی هستند. ولی خدا داخل علمهای دنیوی نیست.
به خاطر این کسی که میخواد به خدا برسه، یعنی هدف آفرینش رو که کی ما رو آفرید و چرا آفرید، از ما چی میخواد، کسی که میخواد اینا رو بدونه شرایط مخصوصی لازمه. چرا شرایط مخصوص لازمه؟ چون خدا در دنیای ما نیست. خدا رو حس نمی کنیم. و در انسان دیندار خیال خدا هست. ولی اون به معنای این نیست که وجود داره و به خاطر خیالش زندگی می کنه. به خاطر این در معنویات علم سر در قلب، نقطه‌ای در قلب، جرقه، با این شروع میشه. به خاطر این آمدن فرد به علم، معنی زندگیم چیه؟ در داخل سوال با نقطه تو قلب. بعد از این شخص برای انشاء کردن روح یک نقطه شروعی داره و خدا هم وقتی آفرینش رو از هیچ آفرید، دقیقاً به این شکل از نقطه آفرید. به خاطر این همه چیز در آفرینش از نقطه تو قلب شروع میشه. تعریف میکنن با نقطه سیاه و تمام آفرینش بزرگ شد، پخش شد. آن سیاهی و آفریده شدن در داخل آن به وجود آمد. به خاطر این آفرینش هم فقط با یک نقطه شروع میشه. به این بیگ بنگ میگن دانشمندا. بیگ بنگ همه چی از یک جرقه شروع شد. درجه انسان هم، یعنی درجه آدم، درجه یه که خدا رو حس میکنه. به خاطر این نقطه شروع، این هم فقط به خاطر این نقطه شروع، این هم فقط با یک نقطه امکان پذیر. مثل اینکه چطور تمام آفرینش رو با یک جرقه از هیچ آفرید، آدم هم باید خودش رو از اون جرقه در قلبش از هیچ مجبور خودش رو بیافرینه. در معنویات، یعنی در واقعیت خدا. به خاطر این زندگیمون در رحم مادرمون با یک قطره یک نقطه شروع میشه. دقیقاً به این شکل. در معنویات هم شخص بودن در واقعیت با اون نقطه شروع میشه. وقتی نقطه تو قلب هم در شخص بیدار شده باشه، در بالای این دنیا به سمت هدف آفرینش یک جستجویی داره. به خاطر این همه ما خواسته گرفتن هستیم و در داخل هممون این درجات هستند. در داخلمون هست. همه اینها در هممون وجود داره. کم هم باشه در هممون هست. از هر درجه داخلمون داریم. به خاطر این برای زنده موندن در زندگی کمی از اینها رو نیاز داریم. از درجه بیجان هم، گیاه هم، حیوان هم، سخنگو هم، یکم نیاز داریم. هممون مگه غذا نمیخوریم؟ خانواده داریم. هممون به پول یکم احتیاج داریم برای زنده موندن. هممون به خانه‌ای که در آنجا با خانواده باشیم نیاز داریم. درجه حیوان که میگیم اینجا آشغالدونی منه، مثل خروس. و همه ما هم به علم زندگی نیاز داریم برای زنده موندن. زندگی رو چطور اداره میکنیم؟ چه کار میکنیم؟ باید یکم بدونیم. به خاطر این همه اینها داخل شخص هستند و لازمه که باشه. به خاطر این هیچ کسی فقط به یک درجه متعلق نیست. همه این درجه ها مجبوره که داخل شخص باشه و فراتر از اینها با نقطه تو قلب سوال کردن زندگیش لازمه. وقتی که به این علم اومد، و چی گفتیم؟ در تمام این موجودات درخواست گرفتن، همه چیزی که میگیره به داخل آنها جایگذاری شده و از خود او، یعنی از چیزی که وجود داره، به بودن او وصل میشه. یعنی همه چی از عملهای خدا به وجود آمدن از وجود داشتن خالق و همه چیز به واسطه عملهای او به پایان میاد. یعنی کنترل همه چیز در دست اوست. شرایط اینه. تا اینجا هم فکریم. حالا به موضوع نیت بپردازیم. چون چیزی که قرار عوض کنیم اینه. عکسو میتونید ببینید؟ باید از این نقطه قلب شروع کنیم به آموزشمون. به خاطر این اگر هر کسی در جستجو هست،
اگر دنبال جواب معنی زندگیش هست، در داخل آن، در داخل آن کس نقطه تو قلب بیدار شده پس. غیر این صورت سوال نمی کردیم و به صورت راحت زندگی می کرد. و دنبال راحت زندگی کردن به زندگی ادامه می دادیم. ولی سواله، چرا زندگی می کنم؟ اگر داخل آدم بیدار شده باشه و آدم رو اذیت کنه و پیدا نکردن این جواب اذیتش کنه و نمیدونه تو زندگی باید چه کار کنه، برای اون آدم یعنی زنگ ها به صدا در اومده. وقتش رسیده. حالا بیایم به موضوع نیت. بعضی وقتا خواست گرفتن رو به شکل ظرف میکشیم. و ظرف خالی که خدا میخواد پرش کنه و در داخل این هم همه چی درجه های بی جان، گیاه، حیوان، سخنگو و البته درجه ای که اینو کامل میکنه، درجه معنوی هم لازمه. یکم پیش داخل سه زلی کشیدیم. اینجا هم خواست گرفتنیه که به مرحله آخرش اومده. به همراه نقطه تو قلبش. در داخلش همه چی رو داره. بی جان، گیاه، حیوان، سخنگو و نقطه تو قلب. و در این حال باز هم شخص اگویسته. تغییر خاصی نکرد. فقط نقطه تو قلبش بیدار شده. و به این شکل آدم به معنویات میاد. و خواست گرفتن اینجا شکل کار کردنش برای خودش گرفتن لذته. یعنی شخص زمانی که نقطه تو قلبش بیدار شده اگویسته و از آدمهای بیرون اگوتون زیادتره. اگه نقطه تو قلبتون بیدار شده باشه، اگو آدم تو بیرون اگه بخوایم مقایسه کنیم، مثل بچه گربه و کسی که میخواد تمام دنیا رو به دست بیاره. فرقشون اینقدر. به خاطر این، کسی که داخل زندگی دنیاوی زندگی میکنه، در علم کابالا اگویست نمیگن بهش. از اونها بحثی هم نمیکنه. هیچ کدام از کتابهای معنوی، منابع معتبر کابالا، هیچ کدوم از آدمای بیرون حرفی نمیزنن. چون اگویسمون نیست. به اون شکل زندگی میکنند. میتونیم به حیوانات اگویست بگیم؟ در دشت یک گاو هست، یک خر هست. و یا به چمنها، گلها، درختان. میتونیم بگیم که اینا اگویستند؟ به ما، کهکشان، ستاره ها، به دنیا میتونیم اگویست بگیم؟ نه، اونها به اون شکل آفریده شدن. آدم های بیرون هم به اون شکل هستند. به خاطر این در معنویات به هدف آفرینش تأثیری ندارند. چطور در زندگی ما تأثیر ندارند؟ در معنویات هم انسان های بیرون درجه های بی جان، گیاه، حیوان هیچ تأثیری ندارند. و کتاب ها فقط این شرایط رو، یعنی تمام درجه ها به اضافه نقطه تو قلب رو میگن. که اساسا باید بگیم که این برای کسیه که تازه در اول راهه. یعنی بعضی از مقاله ها به کسی که در این حال هستند حرف نمیزنه. ولی منابع اصلی فقط بعد از احساس کردن خدا رو به ما میگن. به خاطر این آدم در این حال به علم کابالا میاد. تماما اگویست. ولی نقطه تو قلب داره. میخواد هدف آفرینش رو کشف کنه. وقتی به اون آدم اگویست بگیم، میگه من به چه کسی ضرری دارم؟ من کجام اگویسته؟ من هم به دوستان نگاه میکنم، همشون خوب هستند. یعنی اگوی آبادی ندیدم ازشون. همشون آدم های خوبی هستند. و کسی هم که تازه اومده، خودش رو اگویست نمیبینه. ولی با زمان پیشرفت میکنیم. و با پیشرفت به دیدن واقعیت میان. وقتی هم واقعیت رو دیدیم، اگه فرار نکنید از کار، به جایی که استادامون میگن باید بیاین. چی میگن اونا؟ واقعیت تلخه.
و چیزی که در واقعیت کشف میکنیم اینه. ولی به این موضوع نزدیک هستیم. چون میبینیم که طبیعتمون به تمام دنیا ضرر میزنه و انسانها به این فهم نزدیکتر هستند. به خاطر این اکولوژی، جامعه مشکلاتی داریم. تمام دنیا بیدار میشه و دلیل این چیه؟ اینه که به دنیا ضرر میزنیم. کم کم آگاهی میاد. قدیما ضرر میزنیم اینا نبودن. آرزوهایی داریم زندگی میکنیم میگفتن. ولی حالا انسانها نسبت به برنامه آفرینش از پشت هل داده میشه و بیدار میشه. وقتی هم ما کار میکنیم خواست گرفتن برای خودمون، چون کسی که به اینجا میاد برای کشف کردن خدا من اومدم، اون هم کاملا اگویسته که میخواد خدا رو کشف کنه. ولی از این شرایط فقط میتونیم شروع کنیم. به خاطر این شرایط شخص اینه و با نیتش برای خودش کار میکنه. یعنی وقتی که به معنویات میاد، یعنی کابالا، وقتی معنویات میگم یعنی کابالا. تو بیرون متدهای دیگری میتونه باشه، ولی من اونها رو یاد نمیده. فقط نسبت به این علم حرف میزنم. یعنی کسی که به علم کابالا میاد به شکل اگویست، میخواد خدا رو کشف کنه، پیدا کنه. حالش اینه، یعنی نیتش اگویسته. اگویزم. نیتمون اینه. آدم فقط به این شرایط میاد. و درستش هم اینه. و نقطه تو قلبش بیدار شده یهویی واقعیتش عوض نمیشه. فعلا در این دنیا زندگی میکنیم. و خدا هم نیست. چرا؟ چون فعلا اگویست هستیم. و با این نیت میایم. نرمالش اینه. و چیزی که باید باشه اینه. و کار کردن ما رو به کجا باید بیاره؟ کار کردن آدم رو، کاری که انجام میده، جایی که آدم رو باید بیاره، باز هم یک خواسته گرفتنه. با تمام درجه هاش. اینجا خدا هست، خدا هست، خدا مثل همیشه میخواد به آدم احسان کنه، بده همه چیو. خدا همیشه میخواد همه چیو به آدم بده. و به خاطر این آرزوهامون پایانی ندارن. چرا همیشه از زندگی یه چیزایی میخوایم؟ چون خدا همیشه یه چیزایی رو میخواد به ما بده. میخواد ما رو از لذت پر کنه. و اگه بگی از همه چی خسته شدم و دیگه هیچی هم نمیخوام، بازم خدا آدم راحت نمیذاره. چون که لازمه غذا بخوری. برای زنده موندن باید غذا بخوری. به خاطر این فراری نیست از خدا. در هر حالی میخواد بده و ما رو پر کنه. و در این مورد هیچ انتخابی نداریم. هیچ فراری نداریم. هدف آفرینش اینه. اراده آزادمون اونجا وجود نداره. ولی آدم چه کار میتونه بکنه؟ خواست گرفتنشو به جای اینکه اگویست استفاده کنه، میتونه اونو برای احسان کردن استفاده کنه. و میتونه داخل یک طبیعت جدید زندگی کنه. قبلا میخواستم همه چیو واسه خودم بگیرم. قبلا. ولی حالا فقط برای احسان کردن میخوام. شرایطی که داخلش هستیم و شرایطی که باید داخلش باشیم، در میان اینها فقط یک فرقی وجود داره. اون همینه. خواست گرفتنمون رو چطور میتونیم برای احسان کردن استفاده کنیم؟ یاد گرفتن این که خدا چطور احسان میکنه؟ اون چطور به ما نزدیک میشه؟ یعنی ما هم دقیقا به اون شکل یاد بگیریم که چطور به اون نزدیک بشیم، که به این شکل بتونیم اونو بفهمیم، اونو بدونیم.
بچه ها هم در این دنیا به این شکل بزرگ میشن. پدر مادر داریم. وقتی بچه هستیم اونا رو نمیفهمیم. ولی وقتی بزرگ شدیم یه چیزایمون نسبت به اونا تغییر میکنه. طرز فکرمون نسبت به اونا تغییر پیدا میکنه. و بعدش ما هم ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، اونا رو میتونیم بهتر بفهمیم. چرا اون کار رو با ما کردند؟ چرا با ما اینطور رفتار کردند؟ چرا ما رو برای بزرگ کردن از شرایط هایی ما رو رد کردند؟ اون وقت میتونیم بفهمیم. وقتی یک بچه کوچک هستیم چی کار میکنیم؟ میریم اینور اونور میدویم، یه چیزایی رو میشکنیم، از دستشون یه چیزایی رو میگیریم، شلوغی میکنیم و به ما هیچی نمیگن. چون بچه هستیم. چی میگن؟ میگن میشه، بچه هست. ولی وقتی بزرگ شدیم و از بچگی خارج شدیم چی کار میکنن پدر و مادرمون؟ به ما قوانینی رو میذارن که اینو باید انجام ندی، اینو نمیتونی اینجوری انجام بدی، اینجوری نمیتونی حرف بزنی، به این شکل نمیتونی رفتار کنی، اینا رو باید انجام بدی. برای بزرگ کردن ما به ما یه سری قوانینی میذارن. یعنی قبلا نمیتونستم همه چی رو بشکنم، بچه بودیم هیچ کس به ما چیزی نمیگفت، ولی حالا وقتی بزرگ شدیم شروع از طلبکار شدن از ما کردند. یعنی زندگی از ما یه چیزایی رو طلب میکنه و زندگی کردن درست در داخل انسانها اینها رو زندگی از ما میخواد و میگه به انسانها اینطوری نمیتونی رفتار کنی. در داخل جامعه نمیتونی اینجوری رفتار کنی. به این شکل مثل حیوان وحشی هم نمیتونی زندگی کنی. ما رو بزرگ میکنند. به این شکل انسان هم در معنویات چطور در داخل جامعه مثل یک آدم بالغ بزرگ میشه و وقتی هم که بزرگ میشه از یه شرایط هایی رد میشه، آدم هم برای بودن در واقعیت خدا باید بزرگ بشه. اصل کار اینه. یعنی اگه بخوایم با زبان قرن 21 اینا رو بگیم، خدا هم میخواد انسانها رو بزرگ کنه. به خاطر این نقطه تو قلب چطور مثل در رحم مادر با یک قطره از یک جنین در رحم مادر بزرگ میشه و متولد میشه و بعد داخل این دنیا پدر مادر اونو بزرگ میکنه و اونو حاضر میکنن تا در جامعه بتونه زندگی کنه. خدا هم آدمو با نقطه تو قلبش در این دنیا اول در داخل رحم، چطور قبل از اینکه به دنیا بیایم در رحم مادر بزرگ میشدیم تا به شرایطی بیایم که به این دنیا برسیم. برای متولد شدن در رحم مادر بودن یعنی به دنیا اومدن، در دنیای فیزیکی وجود داشتن، حاضر میشن به این شرایط، تمام اعضای بدن به این شکل بزرگ میشه. به خاطر این شخص هم برای اینکه بتونه در واقعیت خدا وجود داشته باشه، این جنین که بهش جنین معنوی میگیم با یک نقطه تو قلب شروع میشه و طبیعتاً شخص هم با این نقطه تو قلب بزرگ میشه و لازمه که در واقعیت خدا متولد بشه و به این تولد معنویات میگیم و شروع در بودن واقعیت خدا به این نقطه شروع به این شکل میشه و چیزی که باید داخل آدم باشه همینه. این فقط با یک تغییری انجام میشه. خواست گرفتن که طبیعتمونه، به جای اینکه اونو برای منفعت خودمون استفاده کنیم، به شکلی که اونو بتونیم احسان کنیم، اگه استفاده کنیم، میتونیم یک حس جدیدی رو به وجود بیاریم و شرایطی که باید به دست بیاریم، این شرایط جدید یک حسه. حس، روح هم میتونیم بهش بگیم. چرا؟ ما هم در این دنیا پنج حس داریم. در مورد حس کردن واقعیت قبلا صحبت کردیم. پنج حس داریم و به واسطه این پنج حس در داخل سرمون این دنیا رو میتونیم حس کنیم. در معنویات هم پنج حس داریم. از اینا هم براتون میگم. دنیای ما مثل کپی
از دنیای معنوی هست و چیز جدیدی در دنیای ما وجود نداره. همه چی کپیه. به خاطر این چطور در این دنیا پنج حس داریم و این پنج حس در داخل رحم مادرمون بزرگ میشه و به شرایطی میاد که ما بتونیم این دنیا رو حس کنیم و بعدش در این دنیا متولد میشیم، آدم هم برای این که بتونه در معنویات متولد بشه باید برای بزرگ کردن این پنج حس کار کنه. و فرق ما و میان یک بچه در چیست؟ بچه با قوانین طبیعت بزرگ میشه. نیروی هل دهنده طبیعت بگیم. ولی ما نمیتونیم اونجوری بزرگ شیم. در غیر این صورت حیوان میشیم. یک بچه ای که از رحم مادرش متولد میشه هست، اونم حیوانه، 2-3 کیلوه. و تو بیرونم بچه و گربه هم بچه دار میشه. اونم میشه بچه سگ و گربه. اونم به اون شکل متولد میشه. همه تو دنیا به شکل حیوان متولد میشه. و برای اینکه شخص بتونه آدم بشه، باید بند نافش رو خودش ببره. به خاطر این کار معنوی کاریه که آدم باید با تلاش خودش انجام بده. یعنی چطور در زندگی برای اینکه بتونیم در روی پاهای خودمون وایستیم، کار میکنیم، صاحب شغل میشیم تا بتونیم زندگیمون رو خودمون اداره کنیم، آدم هم باید در واقعیت خدا زندگی خودش رو خودش بسازه. و برای اینکه بتونه اونجا یک زندگی تازه بسازه، چطور در این زندگی برای خودمون زندگی میسازیم؟ برای اینکه بتونه اونجا هم زندگی خودش رو بسازه، باید معنویات کار کنه. برای اینکه بتونیم در این دنیا زندگیمونو بسازیم چیکار میکنیم؟ به مدرسه میریم، صاحب شغل میشیم، زندگیمونو درست میکنیم. و در معنویات برای بودن با خدا هم آدم خودشو باید اونجا بسازه و کار کنه. و کار آدم همینه، فقط متعلق به شخصه. به خاطر این اگر این کار رو انجام بده، چیزی که عوض میشه اینه، یعنی صاحب یک روح میشه. طبیعتاً ما حالا روح داریم؟ نه، نداریم. به خاطر این روح مساویه شبیه خدا، یعنی باید در نقطه‌ای باشم که بتونم اونو احساس کنم. در این دنیا ما با بزرگ شدن، با ساختن زندگیمون چه کار میکنیم؟ رفته رفته زندگی رو بهتر میشناسیم. به خاطر این روح، فهمیدن طبیعت خدا و چطور ما در این دنیا نسبت به قوانین این دنیا زندگی میکنیم، به خاطر اون رفتار میکنیم، همه کار رو به خاطر او انجام میدیم. و روح هم یک شکل جدیدی از واقعیته و این شکل یک موجودیه که میتونه با خدا وجود داشته باشه. edinen, becerebilen bir varlık. O yüzden mantıksız bir şey değil. به خاطر این چیزی غیر منطقی نیست. کاملا منطقیه. چون برنامه تمام آفرینش این کپی پیسته. کپی کن بچسب. و به خاطر این پیشرفت آدم در این دنیا چطوره نسبت به این دنیا؟ در معنویات هم به طرف خداست. به همون شکل. Problem. مشکله. Problem. مشکلمون اینه که وقتی آدم متولد میشه میگه پدر مادرم اینجاست. اونا رو میبینه. میگه انجام میدم. اینجوری بزرگم میکنه. اونجوری بزرگم میکنه. و یه کاری هم که نکنم از دور یه دمپایی میندازه. شروع به کار کردن میکنه. به اون شکل. و مشکل ما این وسط چیه؟ خدا رو نمیتونیم ببینیم. نیست. به خاطر این برای آدم یک دیلما وجود داره. من چه کار باید بکنم؟ چطور باید انجام بدم؟ چطور میشه؟ به خاطر این همیشه در سر آدم یک علامت سوالی وجود داره. چون اگه میتونستیم خدا رو ببینیم، اگه کشفش میکردیم، اون وقت هیچ مشکلی نداشتیم. میگفتیم چی میخوای بگو انجام بدم. به ما بگو، ما هم نسبت به اون رفتار کنیم. و مشکلی هم نبود. اگه شرایطمون اونجوری بود، آدم نمیتونست هیچ وقت از اگوش بیرون بیاد. چرا؟ چون خدا رو میبینم جلومه، یعنی نمیتونم اشتباهی انجام بدم. از فکرم هم نمیگذشت این چیزی. چون در لحظه چطور مادرمون از دور یه دمپایی واسمون میندازه؟ به اون شکل. به اون شکل به آدم در لحظه جزاش رو میداد.
به خاطر این در دنیای ما پاداش و جزا خیلی شفاف نیست. چون که به آفرینش نگاه میکنیم میبینیم که همیشه بدها برنده میشن. مگه اینطور نمیگید که زندگی بدها خیلی خوبه؟ اگه خوبی اضطراب میکشی. چون که پاداش و جزا همیشه برعکس کار میکنه. چون دنیای ما برعکسه. به خاطر این هر کس که بده طول عمرش زیاده و خوبها زود میمیرن. به این شکل. همه چی برعکسه. به خاطر این مشکلمون در معنویات اینه که نمیتونیم خدا رو حس کنیم و باید به این شکل کار کنیم. و دلیل این یکم پیش گفتم. اگه خدا رو میدیدیم به او مثل زالو میچسبیدیم و هیچ وقت نیتمون نسبت به خدا نمیشد. یعنی این تغییر رو هیچ وقت نمیتونستم انجام بدیم. چون میدونستم که اگه خوب رفتار کنم خدا منو میبوسه مثل مادرم. بچه خوبم منو بغل میکنه میبوسه و شکلات میده بهم. به خاطر این نسبتمون با خدا هم همیشه اگویست میشد. چون که میدونستم اگه کار خوب انجام میدادم برام پاداش میده. به خاطر این دیلما داریم. خدا نیست. از طرف دیگری هم دومین دیلما رو داریم. نقطه تو قلبمون. و نقطه تو قلب برای آدم مشکله. و نقطه یه که لذت زندگی رو از بین میبره. چون بعضی وقتا آدم میگه که مثل حیوان زندگی کنم، خوب زندگی کنم، همه چی رو ول کنم. برای مهم نیست هدف آفرینش اینا. خوب زندگی کنم و بعدش بمیریم. زندگی دو روزه. به خاطر این آدم هم خیلی وقتها رفتارش با زندگی این شکلیه. میگه زندگی دو روزه، درد چی هستی، زندگی کن، بمیریم بریم، همه هم میمیرن. و باور کنید که اگومون به این شکل مردن هم راضی میشه و راضیه که به غیر از این کار کردن مثل حیوان بمیره. مشکلی نیست. به خاطر این وقتی آدم تو زندگی اضطراب میکشه، وقتی نمیتونه تحمل کنه یا مواد مخدر یا الکل تا خودکشی راه داره و میخواد که خودشو از این زندگی جدا کنه. مثل اینکه اگه بتونه خودشو با چاقو از این دنیا جدا کنه، این کار رو انجام میده. به خاطر این انسان از طرف هیچ کار میکنه نمیتونه لذت بگیری از زندگی. چون که ممکن نیست با این طرز زندگی. از طرف دیگه ای هم زندگی اینو اذیت میکنه. از دو طرف، یعنی هم از داخل اذیت میشه هم از بیرون. یعنی آدم از دو طرف هم اذیت میشه و این مجبوره که اینجوری باشه. چون اذیتی که از بیرون میاد اذیت معنوی و مجبوره که با سوال داخلش شاخ به شاخ بشن و بهش بعضی وقتا زیوک ده ها کامیگی تو معنویات، جفت شدن به شکل به هم خوردن. و حتی از اونجا هم چرکه ها در میاد. یعنی دو شرایط به هم دیگه میخورن. شرایط اینه. به خاطر این وقتی آدم شروع به کار کردن کرد، کم کم میفهمه که طبیعتمون اینه. و اگه این کار رو انجام بدیم، با استادمون کار کنیم، موضوع رو کار کنه، چطور میتونه تو این دنیا زندگیشو تغییر بده و چطور میتونه یه صاحب یک روح باشه و اساساً چطور زندگی در اون شرایط بهتر میشه، شروع به بزرگ شدن و فهمیدن این میکنه. مثل بزرگ شدن یک بچه خوبی که زندگی رو بهتر میفهمه. وضعیت ما اینه و جایی هم که باید بیایم اینجاست. ولی شرایطمون اینه. یکم دیگه بخونیم. و یا تا حالا اگه سوالی داریم اونا رو پاسخ بدیم. سوال: تفاوت میان عقل خدا و عقل انسان چیه؟ و اگه همه چی یک چیز واحده، عقل انسان چطور میتونه وجود داشته باشه؟ عقل انسان وجود نداره، چون فعلا انسان نیست. یعنی ما به خودمون انسان میگیم، ولی این از بی‌ادبیه. در چشم خدا انسان نیست. در چشم خدا ما در این دنیا در درجه حیوان هم زندگی نمی کنیم. در شرایط بدتر از حیوان زندگی میکنیم. چون هیچ حیوان از قصد به هیچ حیوانی و حیوان دیگری ضرر نمیزنه. ولی یک انسان وحشی هست که عمدن به دیگران ضرر میزنه. به خاطر این ما انسان نیستیم.
به خاطر این در منابع کابالیست و در و مخصوصا در نوشته های داوود، داوود چی میگه؟ میگه وقتی انسان از رحم مادرش متولد میشه مثل یک خر وحشیه. مثل خر نمیگه که متولد میشه، میگه مثل یک خر وحشی متولد میشه. چون که یک خر معمولی رو بذاری زیر درخت میخوابه، میگه به من دست نزنید، من زندگیمو اینجا ادامه میدم، به من آب بدید، غذا بدید، تموم شد، این شکلی زندگی میکنم. ولی انسان فعلا وجود نداره، به خاطر این عقل انسان هم وجود نداره. انسان یعنی مثل خدا، یعنی آدم. کلمه آدم هم از آدم میاد، لآدم یعنی شبیه. به خاطر این آدم اسمیه که خود آدم به خودش داده، و نمیدونم اسمی که پدر مادرش گذاشته بودن چیه، ولی آدم یعنی آدم میشم، مثل خدا میشم، به اون انسان میگن. به خاطر این وقتی میگیم انسان اول، از انسانهای تو بیرون که روی دو پا راه میرن از اینا صحبت نمی کنیم. در آفرینش اولین انسان آدمه. قبل آدم هم موجوداتی بودن که روی دو پا راه میرفتند، ولی مثل تعریف داوود، خر وحشی. به خاطر این انسان فعلا وجود نداره و عقل خدا چیزیه که باید اونو به دست بیاریم. به خاطر این سوال خوبیه و درجه یه که آدم باید اونو به دست بیاره، عقل خدا. رسیدن به درجه خدا یعنی این. سوال: واقعیت رو، دنیا رو از هم جدا می کنی. فقط فلسفه فومنولوژی و یا فلسفه اسپینوزا و یا دیسپلین های دیگه تا جایی که دیدم با منطق کابالا جور در میان. اینطور دیسپلین ها میتونیم در داخل کابالا این دیسپلین ها رو پیدا کنیم و یا میتونیم از اینها استفاده کنیم؟ نه، نمیشه. چون اسپینوزا اینا همشون کابالا رو میدونستند. اینم براتون بگم، همش یونگ، اسپینوزا، فروید، همشون علم کابالا رو میدونستند. نیوتن هم میدونست. و تمام دانشمندان از علم کابالا باخبر بودند و چیزی که معلوم بود، ولی نمیتونید. چرا؟ چون که فلسفه. فلسفه یعنی واقعیتی که داخل سرمه و یا نسبت به سرم خیالش میکنم، اونو فکر میکنم. به خاطر این هیچ رابطه ای ندارن. به خاطر این فلسفه شما رو به معنویات نمیاره. و چطور به معنویات میرسیم؟ اونو اساساً در دومین دوره روش کار میکنیم. ولی فلسفه و کابالا خیلی چیزهای دور از هم هستند. یک دین ها، یک هم فلسفه، با کابالا هیچ رابطه ای ندارن. ولی سوالت خوبه. سوال: تجربه ها دقیقاً چی هستند؟ کتاب های کابالا فقط آدم هایی که کار میکنه و شرایطی که از اونا رد میشن رو برای ما میگه؟ آره، دقیقاً به این شکله. علم کابالا فقط از اینجا برامون صحبت میکنه. علم کابالا فقط از اینجا برامون میگه. این هم. از این دنیا صحبت نمیکنه. کارهایی که در این دنیا انجام میدیم هیچ رابطه ای با این کار نداره. کتاب های دین برای ما میگن که در این دنیا باید چه کار کنیم. همش دروغه. انسان در این دنیا میدونه چه کاری باید انجام بده. کار من اینه که با خدا چه کار باید بکنم. با خدا باید چه کار کنم؟ سوالمون اینه. به خاطر این اگه نتونیم خدا رو کشف بکنیم، اون وقت نمیدونم با خدا باید چه کار کنم. امکان نداره. یعنی اگر پدر مادرمو نمیدونم، نمیشناسم، نمیبینم، نمیتونم در سرم نسبت به اونا یه چیزهایی رو بسازم. نیستن که. به خاطر این دینها فقط پسیکولوژی انسانو آرام میکنه و به درد این کار هم خیلی خوب میخوره. مغزو خاموش کن. چطور بشه همه میمیریم و میریم؟ تو هم راحت بمیر و برو. تموم شد. در اون دنیا هم ببینیم قسمت چیه. زندگی انسان به این شکله. این پسیکولوژی آدم رو راحت میکنه، آره. ولی در علم کابالا باید اینو بدونیم که همشون دروغه. چی در اون دنیا دروغه؟ لذت، خوبی. یکم پیشم گفتم واقعیت تلخه. به خاطر این مجبوریم که زندگی رو با تلخی کشف کنیم. مجبوریم. وضع دنیا مثل گذشته نیست دیگه. مجبوریم از طرف تلخ دنیا رو کشف کنیم که بتونیم بیدار شیم. و زندگی به ما اینو میگه که دوران بچگی دیگه تموم شد. به خاطر این باید یکم آگاه باشیم. به خاطر این کتاب ها فقط با خدا
جایی که بتونیم با خدا وجود داشته باشیم. فقط از اینجا برامون میگن. به خاطر این آدم باید چه کار کنه؟ آدم خودشو باید به اینجا بیاره. به خاطر این به طوری که گفتی کتاب ها همش از این بر اون بر حرف میزنن. و در علم کابالا در این دنیا چطور زندگی میکنیم، زندگی دنیوی مقاله های هم وجود داره. ولی مقاله ها هستن. اون واقعیت رو برای ما توضیح نمیده. البته در بعضی مقاله های راباش مقاله هایی داره که کاملا از معنویات برامون میگه. خیلی زیبا هستند. مثل رمان هستند. مقاله ها رو توضیح میده و در معنی واقعی کسی که اونجا هست و کسی که داخل اون حس ها هست از اون برام میگه. بعضی مقاله ها داره که 15-20 صفحه هست و آدم میتونه خودش اونجا پیدا کنه. ولی در غیر اون کتاب های دیگه، زوهر، درخت زندگی و غیره این شکلیه. سوال، شادی مطلق و تشبیه آن به لذت بهشت به نظرم خیلی به هم نزدیک میاد. اونجا شراب ها، حوری ها وجود داره و در علم ما چه چیزهایی وجود داره؟ درسته اینها پاداش های خوبی برای آدم هستند. وقتی کسی در این دنیا حوری نداشته باشه، منتظر دنیای دیگه است. حیف، چون که خیلی منتظر میمونه. به خاطر این چیزی نیست که در موردش حرف بزنی. برای ما بهشت یعنی به همراه خدا در واقعیت خدا مثل او هستم، یعنی با خدا بودن رو بهشت بهشت میگه. چرا حوری ها شراب ها نوشته میشه؟ چون که زیباست با شراب ها توضیح دادنشون. شراب واقعیتش نوشیدنی چیزیه که عقل آدم از سرش میبره. به خاطر اون یک نوع بزرگی فهمیده میشه. حخما به نور حخما تقابل میکنه. به خاطر این شراب و شراب ریشه‌ای داره در این دنیا. به خاطر این بزرگیه، یعنی اگه بزرگی رو اگه نتونی با احسان کردن یکم زیاد بخوری، عقل آدم از سرش میبره. به خاطر این از طرفی بزرگیه، از طرفی هم مرحمته. و این دو شرایط هست. به خاطر این مخلوق باید این دو شرایط رو به هم نزدیک بکنه که اون وقت میتونه با خدا همزمان وجود داشته باشه و به حسیات بودن با خدا گفته میشه. حالا حوریا از کجا در میاد؟ چون که خواسته گرفتنمون مؤنث فهمیده میشه. به خاطر این هم تمام آفرینش یک خواسته گرفتنه. به خاطر این ویژگی این مؤنثه، زنه. به خاطر این حوا هست. مرد هم ویژگی احسان کردنه. از بدن و جنسیت حرف نمیزنیم اینجا. فکرتونو از این بدنها پاک کنید. زن، مرد، جنسیت اینا وجود ندارن. دو شرایط وجود داره در واقعیت. خالق هست و مخلوق هست. دو تاش هستن فقط در واقعیت. و به مخلوق خالق میخواد لذت بده. و مخلوق هم میخواد اون لذت رو بگیره. به خاطر این مؤنثه. و خدا هم وقتی لذت رو میده، وقتی دوتاش داخل یک تمامیت باشند، به اون شرایط بهش میگن. به خاطر این پرشدن خواست گرفتن از لذت همینه. به خاطر این وقتی حوری ها میگه، یعنی خواست گرفتنمون. ولی خواست گرفتنمون که با لذت پر میشه. و اون حوری ها شرایط مؤنث داخل انسانه. وقتی در حالت خواست گرفتن هستیم، در شرایط مؤنث هستیم. به خاطر این تمام آفرینش، واقعیت در چشم خدا مؤنثه. چرا در واقعیت هم مرد هست هم زن؟ چون رابطه در میان این دوتا ضدیت، به خاطر این مرد و زن میتونن یک چیز کامل رو درست کنن. در واقعیت هم انسان و خدا اگه بتونن در یک شرایط وجود داشته باشن، میتونن یک تمامیت رو بسازن و بهشت اینه. به خاطر این اگه خیالاتتون رو خاموش کردم، معذرت میخوام. ولی بهشت اصلی اونه. ولی به من باور کن که از حوری ها اینا خیلی بهتره از چیزی که آدمای بیرون میفهمن. سرت کم درد میکنه. Canan sormuş. Sual. Pardon, şöyle yapacağız.
آیا ممکنه به فهم خدا در یک زندگی برسیم و در کابالا تناسخ وجود داره؟ رسیدن به خدا در یک زندگی ممکنه؟ آره ممکنه. اگه کار کنیم همه چی امکان داره. برای کسی که کار میکنه هر چیزی ممکنه. واقعا هم به این شکله. در کابالا تناسخ هم هست. به این سوال چند بارم پاسخی دادم و میتونی از سایت پیدا کنی. دوستانم به تو یک لینک میفرستند در مورد تناسخ که میتونی اونجا پیدا کنی. تناسخ هست. ولی چطوره؟ باید به طرز درستی بهش نزدیک بشیم. و ویدیوهای مربوط با این هستند که میتونی اونا رو پیدا کنی و ببینی. سوال، کسی که نقطه تو قلبش بیدار شده، مرگ واقعیش و مرگی که بیدار نشده، چه فرقی میان اینها وجود داره؟ مرگ قبل از مردن چیه؟ کسی که نقطه تو قلبش بیدار شده، اون وقت مرگ واقعی نداره که. چرا؟ چون ما به بدنها به چشم مرده نگاه میکنیم. ولی دوستان، بدنها رو به یک کنار بذاریم. در چشم خدا، این بدنها، این بدن، هیچ اهمیتی نداره. وجود داشتن این گوشت و استخوان برای ما مهمه فقط. برای خدا هیچ اهمیتی نداره. به خاطر این مرگ انسانها، از یه طرفی ناراحت کننده است یعنی. از یه طرفی ناراحت کننده است. ولی در چشم خدا، مرگ بدنها، تولدش اینا وجود نداره. یا انسان در معنویات به دنیا میاد و یا در اینجا مثل حیوان زندگی میکنه. به خاطر این در چشم خدا چنین چیزی وجود نداره. نقطه تو قلبش بیدار شده یعنی رشیموت بیدار شده. یعنی چی میگه خدا؟ من قسمتی از خودم رو به همتون دادم. به همتون. اون قسمت در همه وجود داره. در همه. اگه نبود انسان نمیتونست زندگی بکنه. تمام واقعیت از قسمتی که از خدا داره به واسطه اون زنده هست. به خاطر اون در هممون وجود داره. و اگه بیدار شده باشه و تجربه ای داره یعنی آگاهی داره. به خاطر این بودن آگاهی وجود داره. یعنی بودن در داخل یک آگاهی وجود داره. در داخل بدن وجود داشتن نیست. بدن ما هم یک آگاهی مخصوصی. ولی متعلق به این دنیاست این آگاهی. به خاطر این همراهه. این دنیا از بین میره. ولی در واقعیت در معنویات در داخل چیزی بودن هست که بهش آگاهی خدا میگه. به خاطر این یکم پیش گفتم. چیزی که روح بهش گفتیم. یکم دیگه بخونیم. و موضوع رو ناقص نذاریم، بعدش به سوالا میرسیم. به همهشون جواب میدم. Şimdi gelelim. Biraz daha okuyalım. Yekem bekhunim. Mesela, vakti adam dastesho az roye sandal be roye miz mizare, un vakt beraye ine ke fek mikone rahattar mishe. Beraye un in kar anjam mide. Va age injur fek nemikard, dastesho dar tul umresh tekun ham nemidad. Va dar karhaye digey ham be in shekli. Yani inja be ma ye misal sade-e mizane. یعنی انسان اگه راحت بود، اگه حالش سر جاش بود، هیچ تکون نمیخورد. به اون شکل میموند. به خاطر این در پشت هر حرکتمون، یعنی دستم رو از اینجا برمیدارم، به اینجا میذارم، از این بهم میگه. کار بزرگی نیست. ولی میگه که کوچکترین حرکت انسان فقط برای اینه که حالش رو یکم بهتر بکنه. تمام حرکت ها. به خاطر این تمام طبیعت ما، تمام خودیت ما، تمام منیت ما در صد 1500 فقط برای این حرکت میکنه که چطور به خوب برسم. و به خاطر هیچ چیز دیگه ای حرکت نمیکنه. و اگه حالش هم سر جاش بود، هیچ کاری هم نمیکرد. به خاطر این از طرفی به خاطر این مجبوره که زندگی به ما فشار بیاره. حالا میفهمید که چرا آفرینش انسانو اذیت میکنه. چون در غیر این صورت آدم حرکتی نمیکرد. اگه حالش سر جاش بود هیچ کاری نمیکرد. و آدمی که حالش سر جاشه به هدف آفرینش هم نمیاد. و در این موضوع هیچ انتخابی نداره. چطور بچه هامونو سر خالی نمیذاریم؟ خدا رو یکم بفهمید. چون که میبینم بعضی وقتا دوستان ناراضی هستند. خدا
چرا این کارو کرد؟ چرا اون کارو کرد؟ چرا؟ مگه وقتی پدر مادر تو رو بزرگ میکرد بهت فشار نیاورد برای بزرگ کردنت؟ با زور به مدرسه فرستادت؟ مشقتو گفت باید بنویسی؟ باید این کارو انجام بدی؟ این کار انجام بدی؟ از بچگی بزرگ شدنمون هم تماما با فشاره. اینو بکن، اونو بکن، این طورو بکن. و بچه یا میبینید که میگه ولم کن، میخوام اینجوری زندگی کنم، از گوشش میگیرم و به مدرسه میبرنش. نه، اونجوری راحت نمیذاریمش. ما هم به بچه هامون اون کارو نمیکنیم. چرا؟ چون اگه راحتشون بذاریم از اون بچه هیچی نمیشه. به خاطر این آدم هم باید بچه‌شو یکم فشار بیاره که باید بخونی، این کارو انجام بدی، اینو باید بدونی، باید بزرگ شی، باید مسئولیت پذیر باشی. و زندگی ما از بچگی به این شکله. و اگه همه چیو به ما میدادند از ما چی میشد؟ فکر کن یه آدم پول داره، همه چیو به بچه‌ش میده، از بچه‌ش فقط یه احمق میسازه. مثالاشو میتونید تو دنیا زیاد ببینید. به خاطر این پدر باهوش اگه پولدار هم باشه، روح بچهش هم از پول اون خبردار نمیشه. چرا؟ چون که از اون بچه هیچی نمیشه و میگه که پدرم بمیره و من صاحب اموالش باشم. طبیعت انسان به این شکله و گناهو نمیتونیم به سر بچه بندازیم. طبیعت انسان به این شکله. به خاطر این زندگی ما رو هول میده، چون در طبیعتم به این شکله. ما هم برای بزرگ کردن بچه هامون اونا رو هول میدیم، مثل این که برای راه رفتنشون از دستاشون میگیریم و تا بتونن راه برن. یعنی به اون شکل اونها رو با زور یه کارهایی رو انجام میدیم. چرا؟ چون که میدونیم به یه سالش اومده و لازمه که کم قدم برداره و باید به این طرف اون طرف بدوه، یکم باید بزرگ بشه. و اگه راه نمیره میگیم که یه چیزایی هست که درست کار نمیکنه و میگیم اونو به یه دکتر نشون بدیم. مگه نه؟ دقیقا به این شکل. و انسان هم به این شکل. به خاطر این برای بزرگ شدنمون زندگی به ما فشار میاره، چون که اگه راحت باشیم جایی برای بزرگ شدن نداریم. به خاطر این کارهایی که تو زندگی به سرمون میاد، یعنی خدا ما رو چطور بزرگ میکنه، از زندگی میتونیم اونا رو یاد بگیریم. به خاطر این معنویات خیلی منطقیه. ماها چطور برای بچه هامون با عقل باشن، موفق باشن، اگه میخواییم اینو، و به خاطر این اونها رو میخواییم درس بخونن، بزرگشن، صاحب کار بشن و میخواییم این کار رو براش انجام بدیم، خدا هم میخواد از ما یه چنین چیزی بسازه. واقعا هم به این شکله. به خاطر این چطور با بزرگ شدن پدر مادرمون رو میتونیم بهتر بفهمیم؟ میگیم خوب شد که به ما یکم فشار آوردن و مدرسه رو تموم کردیم. خوبه که به ما یکم فشار آوردن و صاحب یک شغل شدیم. حالا مجبور نیستم به دست یک کسی دیگه نگاه کنم. به این شکل آدم هم باید به خدا با اتفاقایی که میفته باید یکم بفهمه. زندگی ما رو به این شکل بزرگ میکنه و ما وقتی بزرگ میشیم میبینیم که این نرماله. حالا وایستید به چیزایی که زندگی کردید نگاه کنید و ببینید که خدا چطور انسانو بزرگ میکنه. به این مفهوم بدید. به خاطر این سر جاش میشینه. و این طبیعتی که میگیم، به خاطر این طبیعت مجبوره که ما رو هول بده. در غیر این صورت اگر آدم راحت باشه هیچی نمیشه از اون. اینم گفتیم. علم کابالا صفحه 300. دادن علم. دادن علم یعنی به دست آوردن خدا. بعضی وقتا ماتانتورا میگن، یعنی افشای خدا برای آدم. دادن علم اینه. دلیل این قانون طبیعت، یعنی به غیر بدن خود شخص همه چی از واقعیت دوره و پوچ دیده میشه. و آدم هم هر حرکتی که برای دوست داشتن دیگری انجام میده و به درد خودش میخوره و بعدش پاداشی که بهش میرسه از طرف نور به واقعیت میپیونده. به این دلیل حرکتی برای دوست داشتن دیگری نامگذاری نمیشه، چون با فکر کردن آخر چیزی ارزش گذاری شده و مثل اینه که در آخر جار خانه داده شده. و فقط اجاره دادن به شکل دوست داشتن دیگری ارزش گذاری نمیشه. فقط در آخر نبودن امید، منفعت شخصی
با نبودن جرقه نور فقط با پاسخ دوست داشتن دیگری حرکتی که انجام بشه هیچ چیزی به شکل آفرینش ممکن نیست. در اصلاح‌های ظهر در رابطه با این به انسان‌های دنیوی این گونه می نویسه: هر خوبی که می کنند برای خودشان انجام می دهند. حالا می گیم که استاد چرا یهویی از طبیعت انسان حرف می زدیم؟ چه شد یهویی به چیزی به نام دوست داشتن پریدیم؟ درسته. چیزی که به ما میگه طبیعت انسان رو فقط عبارت از اینه که فقط خودش رو دوست داره. به خاطر اینه که اینطوری به ما تعریف می کنه. اینو خوندیم. یعنی طبیعت آدم هر کاری که انجام میده یعنی همه چی رو میگه. یعنی یک مادر به بچه‌ای که از خودش بیشتر دوست داره دوست داشتن برای اینه که خودش رو دوست داره. به خاطر این طبیعت همه ما، طبیعتی که اگویست میگیم، همه این دوست داشتن شخصیه. یعنی دوست داشتن خودم. و در دنیا انسان هر کاری که میکنه به خاطر اینه که خودش رو دوست داره و شرایط دیگری نیست. از اول آفرینش به این شکل هستیم. آدم وقتی به دیگران خوبی میکنه برای اینه که از اونا توقع داره. خوب حس کردن خودمون هم یک توقع حساب میشه. بعضی وقتا تو بیرون آدمای خوب میبینیم که میخوان دنیا رو نجات بدن. اونها هم به اون شکل چه کار میکنن و کردن خوبی نسبت به دنیا برای اینکه خودشون رو خوب حس میکنن انجام میدن. یعنی برای این نیست که دنیا رو دوست دارن، خودشون رو خوب حس میکنن. ما خوب هستیم. غرور، کبر به این شکل. یعنی میخواد آدمی باشه که تو دنیا به مردم غذا پخش میکنه و یا میخواد آدمی باشه که تو کوچه همه چیو میدزده. در چشم خدا در بین این دوتا هیچ تفاوتی وجود نداره. به خاطر این در این دنیا به این چیزا نمیتونیم مفهوم بدیم. یعنی خوبها، بدها، یک نامتعادلیتی وجود داره. و میگیم که اگه بد باشم خوبه. مگه نه؟ درسته. اگه بد باشم خیلی بهتره. در چشم خدا هیچ تفاوتی نداره. آدمی که تو کوچه با آدمها غذا میده هم اونم خودش راحت میکنه. در دنیا این همه بدی وجود داره. ببین من چقدر خوبم. مثل تراسا، راهبه تراسا. در سایه اون صدها بچه مردند. در دست اون. اگه به بیمارستان میبردنش بیشتر بچه ها زنده میموند. اگه به بیمارستان میرفتند. ولی نه. راهب تراسا اونا رو باید نجات بده. در این مورد یک مستند خوبی وجود داره. اگه زبان بلدید میتونید اونو پیدا کنید و ببینید. صدها بچه فقط با به بیمارستان بردن میتونست نجات پیدا کنند. ولی نه، ما به واسطه خدا باید اینها رو درست کنیم. و به خاطر این در دست اون به صورت معصوم همشون مردند. به خاطر این در چشم خدا کسایی که فکر میکنن خوبی میکنند در میان این و آدمی که کارهای خیلی بدی انجام میده، در میان اینها هیچ فرقی وجود نداره. چون که طبیعت آدم اگه فکر کنه که خوبی هم میکنه بدی هم بکنه دوتاش یکی، فقط برای لذت خودش کار میکنه. تموم شد. چیزی نیست که بگیم. و فقط برای این نیت تماما با خدا جداست. آدم خوبم جداست، آدم بدم. به خاطر این خدا به هیچ کس، به خوب هم به بد هم، چرا به انسانهای خوب این کارهای بدی اتفاق میافته؟ وقتی اینا رو میگیم از یک گوش خدا میره از اون یکی گوشش در میاد. اون نمیشنوه ما رو. فرکانسمون یکی نیست. چون که چنین چیزی وجود نداره. چون که همه چی فقط به نیت نگاه میکنه. این موضوع رو هم آشکار کردیم. خدا بدها رو بیشتر دوست داره.
چرا؟ چون که آدم‌های بد وقتی کارهای بد انجام میده سبب این میشه که دیگران معنی زندگی رو بپرسند. یعنی آدم‌های بد برای خدا خوب کار میکنند. به خاطر این در تمام کتاب‌های کابالیستم آدم‌های بدی وجود داره. کسی بود نمرود که می‌خواست ابراهیم رو بکشه، فرعونی که می‌خواست موسی رو بکشه، آدم‌های بد همشون. چرا هستند؟ چون به واسطه بدی‌ها آدم می‌تونه به خدا نزدیک بشه. به خاطر این آدم‌هایی که می‌خوان دنیا رو خوب کنند، می‌خوان از دنیا بهش بسازند، این آدم‌ها چه کار می‌کنند؟ اصلاح ما رو یواش می‌کنند. دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگه واقعیت رو به این شکل ببینیم، به خاطر این آدم‌هایی که می‌خوان دنیا رو نجات بدن، همه اینها اصلاح ما رو یواش می‌کنند. اگه در دنیا بدی‌های بیشتری افشا بشه، اون وقت بیشتر سوال می‌کنیم و سوال می‌کنیم چی میشه؟ ولی نه، خوب‌ها ما رو فقط آروم می‌کنند. به خاطر این همه چی خیلی خوب میشه. نمیخوایم خوب بشه. اگه خوب باشه هیچ کس معنی زندگی رو نمیپرسه. مثل میمونی که تو جنگل زندگی میکنه. اون تو جنگل زندگی میکنه به خوبی و خوشی. ما هم در داخل جنگل بتون زندگی میکنیم. و زندگیمون هم به اون شکل تموم میشه. به خاطر این در اینجا در چشم خدا هیچ تفاوتی وجود نداره. چون که انسان خوب هم باشه، بد هم باشه، هر چطور میخواه باشه، نیتش برای راحت کردن خودشه. و این زدترین شرایط نسبت به خداست. دیگه چیا هستن؟ حالا بیایم به واقعیت. گرچک ریلیته. به خاطر این در کتابا از دوست داشتن حرف میزنه. اینجا هم روی دوست داشتن یکم تمرکز میکنه. چی گفتیم؟ وقتی ما داخل این واقعیت زندگی میکنیم، جایی که بهش دنیا میگیم، اینجاست. و یک جای تاریکیه این دنیا. به خاطر این ما در اقیانوس قطره ای از اقیانوس هم حس نمی کنیم. اینجا رو به شکل یک قطره در اقیانوس فکر کنید. به این شکل. به خاطر این دنیای ما جای باریکیه که در داخل خواست گرفتن خودمون زندگی میکنیم. مثل یک زندان. باید کم کم اینو حس کنیم که داخل یک زندان هستیم. چون که خواست گرفتنمون ما رو کنترل میکنه. همیشه دنبال آرزوهام میدوه. مثل سگی که دنبال دمش میدوه. همش آرزوهام. به خاطر این دنیا مثل نرده زندان و خواست گرفتنمون ما رو به این زندان میندازه. به خاطر این اینجا دروغه. دروغ. و جایی که آدم باید به دست بیاره این دنیاهای معنویه. جایی که آدم خودش اونجا میتونه باز کنه. که به این شکل اگه بتونه قابش رو بزرگ کنه و به خاطر این میگیم که نقطه تو قلب مثل اینه که یک قطره در اقیانوس و لازمه که آدم از اون نقطه تو قلب به یه جای جدیدی متولد بشه و لازمه که خودشو در معنویات به دنیا بیاره. گذر کردن به معنویات به این شکل با تمام خودش تبدیل به موجود جدیدی میشه و میتونه با خدا همراه خدا زندگی کنه. حالا بعضی از دوستان میپرسه وقتی با خدا زندگی کردیم چی میشه؟ سادش اینه که از اینجا بودن خیلی بهتره. سادش اینه. از اینجا بودن خیلی بهتره. چون که بیشتر این سوالو میکنه که وقتی با خدا شدیم چی کار میکنی؟ اگه میخوای میتونی اینجا به زندگی ادامه بدی. مشکلی نیست. ولی چیزی که میبینی اینجا از سختی به سختی میگذره. یعنی هدف زندگی که با خدا یکی بودنه در واقعیت هم مثل او بودن و کار کردن. در آفرینش به همراه او کار کردن و قسمتی از بودنه و لازمه که به تمامیت به این شکل بیاییم. اینجا هم چیزی که به ما گفت به دوست داشتن یکم اشاره میکنه. به خاطر اینه که آدم خودشو دوست داره. به خاطر این در دنیای ما وقتی که خودشو دوست داره
در داخل این زندگی تاریک زندگی میکنه و این دوست داشتن به طور دیگه چطور میشه بعدن حرف میزنیم. به خاطر این دوست داشتن شخصی طبیعتمونه که با لذت گرفتن کار میکنه و عمرش هم دنبال لذت رفتن و هیچ چیزی هم در دستش نمیمونه میمیره. آدم ها چرا به کفن میبندن؟ چرا همراهش پولش و اموالش رو نمیدن؟ چون که نمیتونه با اونها جایی بره. به خاطر این چی رو به ما میگه؟ میگه که از این دنیا هیچ چیزی نمیتونی بگیری. بعضی از سنت هامون خوبه. باید به آدم چیزهای خوبی رو بگه. تو رو به یه چیزی میبندی. یه چیز ارزون. کفن. فکر کنم از همه ارزون ترش اون باشه. یعنی پارچه ای که به هیچ دردی نمیخوره کفنه. یعنی از این دنیا تو رو میفرستیم و هیچی نمیتونی بگیری. تمام شد. به خاطر این آدم هم میدوه دنبال آرزوهاش. بعدش هم برای گرفتن چی؟ صفر. یعنی به اونقدر عاقلی. و میگن که چیزی که عقل نمیتونه اون انجام بده زمان میتونه. به خاطر این کابالیستا میگن که تمام اینها در دنیاهای معنوی پیشرفتمون اینجوری تعریف میکنن. به خاطر این در دنیای معنویات بزرگ شدنمون به ما آسیا، یتسیرا، بریا، آتسلوت، آدم کادمون به این شکل به ما توضیح داده میشه که تماما دوباره به این وضعیت برگردیم. با اینا چی کار میکنیم؟ دوباره به این دنیاها میریم و تمامیت رو دوباره به دست میاریم. و تکرار میگم اینجا و به تفاوت این دو حرف زدیم. اینو آدم خودش درست میکنه. این متعلق به آدمه. اینجا متعلق به خداست. اینم آدم. این شبیه اینه که آدم تو دنیا میگه من این کار رو انجام دادم. و خدا همچنین چیزی میخواد. یعنی اینجا کار خداست. آفرینش رو از بالا به پایین می آفرینه. و کار آدم هم به همراه نقطه تو قلبش ساختن تمامیت اینه. و بی نهایت رو برای خودش باید بسازه. خدا چطور دنیا رو از هیچ خلق کرد؟ آدم هم دنیای معنوی رو باید از هیچ بسازه و بگه که اینو من کردم. ما از بچه هامونم همین چیزا رو توقع داریم. بزرگ بشه و خودش انجام بده میخواد. و خدا هم از آدم چنین چیزی رو میخواد که بزرگ شو و بکن. و میگیم که خدا رو پیدا کن و خدا رو بدون. به خاطر این در معنویات آدم باید خدا رو از قبل پیدا کنه. در دنیای معنوی، در اینجا. در اینجا باید خدا رو کشف کنه. و به طرف خدا باید کار کنه. به این شکل هم دنیاش رو میتونه بسازه و به شکلی که بچه ها در دنیا بزرگ میشن و زندگی خودشون رو میسازن. آدم هم باید با خدا این کار رو انجام بده. به خاطر این گذر کردن از این دنیا به دنیای بعدی به این شکله. رفتن به جایی که خدا اون رو مقدس کرده و ریختن اعضای به درد نخورش از روحش اونها رو به غیر از یک بدن جمع کردن در ناقص بودن چیز دیگری نیست. میگه بالحسولان. یعنی انسان خودش رو از این شرایط ناقص خراب به غیر از این که اینو به تمامیت بیاره هیچ چیزیش ناقص نیست. به ما اینو میگه. حالا دوستان عزیز، ساعت 9:30. سوالاتی داریم که بهشون جواب ندادم. درسمون به صورت رسمی تموم شده. اگه کسی باشه که میخواد بره میتونه بره. من سوالا رو تموم میکنم. اگه کسی هست که به درس صبحگاهی بلند میشه بیشک میتونه بره بخوابه. یکم تحمیل کنم. چطور مگه پدر مادرمون بعضی وقتا بهمون چیزایی رو تحمیل نمیکنه؟ میکنن. چرا میکنن؟ چون که برای ما خوبه. برای ما خوبه. تمام. برای اونایی که میخوان برن شب بخیر بگم بهشون. به خودتون خوب نگاه کنید. در درس صبحگاهی میبینم اتون.
و جواب سوالات. فورکان سوال: خدا ما رو برای شبیه کردن خودش و برای اینکه به ما احسان کنه، این چیزی نیست که اون هم خودش رو رضا کنه؟ آره، خدا هم از احسان کردن خوشحال میشه و میخواد که برای ما با احسان کردن خوشحال باشه. درسته؟ دقیقا به این چیزی که گفتی خیلی درست. خدا میگه که وجود داشتن در داخل تمامیت حسی به این خوبی وجود نداره که بتونی احسان کنی. من هم برای شما همینو میخوام و به خاطر این که آفرینش رو آفرید. اگه شکایتی داری بعدا میتونی به خودش بگی، ولی هیچ شکایتت هیچ رو عوض نمیکنه. اگه شکایت داشته باشی البته. از خودش هم میتونی بپرسی که از این کار لذت میبری یا نه. پدر مادر وقتی به بچه هاشون چیزی رو میدن خیلی خوشحال میشن. چرا؟ چون در میان آنها یک رابطه دوست داشتن هست. به خاطر این احسان کردن به آدم حس تمامیت میاره. چیزی که آدم رو بزرگ میکنه اینه که ویژگی دادنش رو بزرگتر بکنه، گرفتن رو نه. به خاطر این آدم وقتی تو دنیا بزرگ میشه، تو زندگی دنیاویش هم به شرایطی بیاد که بتونه بده، این خیلی خوبه. امروز هم تو درس 175 نفریم. سوال: با صدقه یا زکات دادن احسان میدیم؟ نه، برعکسش، غرور شخصی و کبر شخصی اینا رو بزرگ میکنیم با این واجبات دینی. من حالا طرف حق هستم و خدا اونو فقیر آفرید و نمیدونه که چی کار میکنه. حالا من با پولم جریان رو درست میکنم. شما نگران نباشین دوستان. در اصل چیزی که انسان داخل خودش به خودش میگه اینه. به خاطر این آدم هر چقدر این کارها رو انجام بده، کبر داخل آدم اون همه زیادتر میشه. حالا میتونی اینو بپرسی: انسان‌های تو بیرون از گشنگی بمیرن؟ نه، نمیگم که از گشنگی بمیرن. من از طرف کسی اینو میگم که این کارو انجام میده. از طرف گدا صحبت نمی کنم. به خاطر این حرفمو بد متوجه نشید. از طرف کسی که این کارو انجام میده اینطور چیزا وجود نداره. روزه گرفتن حتی در تصوف هم یک روزه هست که بهش روزه مرگ میگن، که در تمام عمرش روزه میگیره. در این شرایط هم در آرزوی خواست گرفتن هستیم. روزه مرگ یعنی باید به من موضوع رو باز کنیم. در این موضوع ها فکرمون میتونه جاهای دیگه ای بره. حالا وقتی که میگیم روزه گرفتن، روزه گرفتن هست که تو بیرون آدم ها اونو میفهمن. یعنی از وقتی که خورشید غروب میکنه تا طلوعش هیچی نمیخورن. این یک روزه گرفتنه. و حالا چیزی که میگی روزه مرگ باید این نباشه، چون که آدم رو میکشه این روزه مرگ. در زندگی دنیاوی 3-4 روز چیزی نخوره، میبینیم چی میشه و میبینیم که چیزی که نوشتن منظورشون یه چیز دیگه ایه که به اسمش روزه مرگ میگن. روزه مرگ یعنی تماما در داخل مرحمت هستم. یعنی هیچ کدوم از خواست گرفتنم رو برای خودم استفاده نمی کنم. تماما خواست گرفتنم رو غیر فعال کردم. برای خودم هیچی نمیگیرم. و به خاطر این که روزه مرگ میگن، برای اینه که آرزوهاشو کشته. ولی تو معنویات چیزی به نام مرگ وجود نداره. به خاطر این وقتی که میگن مردن یا کشتن، در معنویات به این معنی میاد که ازش استفاده نمی کنم. و هر آرزویی اگه استفادهش نمی کنم، یعنی اونو کشتم. به خاطر این وقتی که میگن کافرها رو بکشین، در داخل آدم خواست گرفتن برای خودش به اینا کافر میگن. کافر کلمه ای که از عبری میاد، از کلمه کفر میاد. کفر، کفر یعنی کسی که انکار میکنه. به خاطر این لازمه که معنی کافر رو بدونیم. به خاطر این خواست گرفتنم رو اگه برای خودم و منفعت خودم استفاده کنم، اون آرزو به اون آرزو کافر میگن. چرا؟ چون مخالف خداست. به خاطر اون کافره. یعنی انکار کردن خدا رو به حساب نمیذارن و یا انسانهای دیگر رو به حساب نمیذارن. دوتاش هم یه چیزه.
دزدی میکنم برای خودم. به خاطر این اون آرزوم کافره. به خاطر این چیزی هست که میگن کافر رو باید بکشی. از انسانهای تو بیرون صحبت نمیکنه که تو یه دینی نیستیم اونو بکش. از اون برای ما صحبت نمیکنه. چنین چیزی وجود نداره. چیزی که به ما میگه کشتن آرزو یعنی ازش استفاده نمی کنم. شرایط اینه. روزه هم اینه. به خاطر این چرا از طلوع خورشید تا غروب خورشید چیزی نمی خورن؟ چون که خورشید نوره. نور خداست. یعنی به لذتی که ظرف رو پر می کنه نور می گن. نور یعنی لذت. شرایطی که ظرف رو پر می کنه. به خاطر این بعضی وقتا به این شکل می کشیم. سوالت خوبه ولی پشتش چیزای زیادی وجود داره. ما خواست گرفتن هستیم. لذت مساویه نور. به همین شکل. به خاطر این اگه مستقیما نور رو بگیرم داخل لذتم کافر میشم. ولی اگه با پرده بگیرم اون وقت صاحب ایمان میشم. ایمان یعنی مرحله مرحمت. و درجه مرحمت یعنی در روی آرزویم هستم. یعنی خواست گرفتنم منو کنترل نمی کنه. آرزو لذت. لذت مساوی نور. اگه نور رو مستقیم بگیرم کافر میشم. ولی اگه برای احسان کردن بگیرم این درجه های بزرگی. بعدا در مورد اینا صحبت میکنیم. فعلا با ما هیچ ربطی نداره. ولی به صورت تئوری توضیح بدم. گرفتن برای احسان کردن. در این شرایط اون وقت شرایط فرق میکنه. و اگه فعلا شخص برای احسان کردن نمیگیره کشتن آرزو هست. یعنی ازش استفاده نمی کنم. یعنی دلم میخواد، آرزو دارم، میخوام بگیرم، ولی استوب کردم. یعنی به لذت اجازه نمیدم، لذت بیرون میمونه. به خاطر اون یعنی آرزو رو کشتم. شرایط اینه. به این هم داخل مرحمت بودن میگن. وقتی میگیم خواست گرفتن بزرگ میشه، شدت گرفتنش بیشتر میشه. آره شدتش بیشتر میشه و بیشتر میخواد، وحشیتر میشه. چرا دنیا رفته رفته بدتر میشه؟ قدیما مشکلهای کمتری داشت در خانواده، جامعه، ولی حالا در داخل هر خانواده کلن مثل مشکل کشوره. چرا؟ چون خواست گرفتنمون وحشی شده. راو لایتمن چرا یه قسمتی از سرش رو میبنده؟ یعنی میگی چرا عرقچین میذاره رو سرش؟ چون وقتی در داخل جامعه زندگی میکنه در شرایطی زندگی میکنیم که جامعه نتونه به ما چیزی بگه. به خاطر این سنت های معلومی رو رعایت میکنه. چون به حد کافی از جامعه ضرر میخوریم. به خاطر این برای مینیمال کردن همیشه کابالیستا در شرایطی زندگی میکنن که همه اونو بپسندن. و طوری که میبینید من هیچی نمیذارم سرم. چرا؟ چون در سنت ما چنین چیزهایی وجود نداره. چیزی که میخوام بگم کابالیستا جایی که زندگی میکنند نسبت به اون جامعه زندگی میکنند. به شکل قسمتی از اون جامعه. سوال: بهشت میگیم یعنی چه؟ یکم پیش به یکی از دوستان گفتم. دوست بود هوریا رو میپرسید. سوال: درجه بالا یعنی درجه پنجم، آدمی که میتونه خدا رو حس کنه میتونه ببینه در درجه های بعدی چه اتفاقایی میفته. و این آدم در درجه های پایین اتفاقایی که میفته میتونه به این حسا گرفتار بشه و اون حسا رو به بدی استفاده کنه؟ نه، وقتی آدم معنویات رو به دست میاره اونها رو نمیتونه به بدی استفاده کنه. و زیبایی کار در اینجاست. معنویات یعنی تغییر میکنه. قدیما خواست گرفتنمو استفاده میکرد. فقط برای خودم دزدی میکردم، میکشتم، همه چیو به هم میریختم. تا آخرش همه چیو استعمار میکرد. تا آخرش همه
خودشو استعمال میکرد برای گرفتن لذت، ولی معنویات یعنی یک تغییر انجام میدم در داخل، یک تغییری انجام میدم، طبیعتم عوض میشه. یعنی اینجوری بگیم طبیعتمون به طبیعتمون یک شرایط جدیدی میاریم، یعنی طبیعتی که وجود داره به روی آن یک کارکرد جدیدی، یک مکانیزم جدیدی میسازیم، یک نرم افزار جدیدی اضافه میکنیم. به این شکل به خاطر این آدمی که در معنویات پیشرفت میکنه به گناهاش بر نمیگرد. ممکن نیست چیزی که گناه میگیم یعنی خواسته گرفتنمو برای خودم استفاده میکنم. به فهم گناه آدم های بیرون نه. اینجا باید اینو بفهمید. وقتی در کابلا از یه چیزای صحبت میکنیم، ثواب، گناه، بهشت، جهنم، این و اون، با فهم آدم های بیرون هیچ ربطی نداره. یعنی تو دین ها، تو دین های تو بیرون، یعنی چیزی که اونا فهمیدن هیچ رابطه ای با این نداره. چیزی که منابع معنوی میگن با اونها هیچ ربطی نداره. چطور ماها وقتی بچه ها شلوغی میکنن چیکار میکنیم؟ به آتش نمیندازیمشون. گرچه تو قرن 21 پدر مادرهایی هستن که دیوونه شدن، بعضی وقتا تو خبرها میبینیم، ولی منطقی یک پدر مادر نرمال وقتی بچه شلوغی میکنه اونو به آتش نمیندازه. چرا؟ چون که بچه است، عقل نداره، بزرگ نشده، هیچی نداره، شلوغی میکنه. انسان هم در این دنیا در چشم خدا عقل نداره. در چشم خدا ما در واقعیت نیستیم. بودن در واقعیت زمانی هست که در معنویات باشیم. به خاطر این خدا نسبت به بدنها هیچ حسابی نداره، چون که حس ما در واقعیت خدا وجود نداره. به خاطر این دنیا در چشم خدا وجود نداره. به خاطر این هیچ وقت کتابهای معنوی از این دنیا هیچی نمیگن و امکان نداره که بحث کنند. به خاطر این دنیای ما هم در واقعیت هم چیزایی که کتابا میگن بهت بگن. چنین جایی وجود داره، جای تاریک. ما در پایین دنیاهای معنوی هستیم و ما اینجا هم نیستیم. ما اینجاها هستیم. یعنی در این نقطه اینجا یه خط بکشم. زندگی ما در این دنیا در هیچ کدوم از کتابا در این مورد حرفی نمیزنه، چون چیزی نیست که در موردش حرف بزنه. اینجا دنیای مردگان. به خاطر این همه در این دنیا میمیرن، دنیای مردگان، و چیزی نیست که در موردش حرف بزنیم در مورد این دنیا. ولی دینها در مورد این دنیا صحبت میکنن. این کارو باید بکنی، اون کارو باید انجام بدی، هیچ رابطه ای نداره. به خاطر این فرد باید اول خودشو داخل این تاریکی بندازه، اینجا این درجه، و حس کنه که کاملا تاریکه. بعد اون میتونه به طرف نور بره، از اینجا به بالا، به جایی که دنیاها در آنجا هستند. آسیا، یتسیرا، بریا، آتسلوت، آدم کادمون و بی نهایت. به خاطر این باید در این مورد هم فکر باشیم. از حالا به این عادت کنید. در کتابا وقتی بدن میگه از گوشت و استخوان ما صحبت نمی کنه. وقتی بهشت میگه یه چیز متفاوتی میگه. جهنم کلا متفاوته. به خاطر این شرایط اینه. سوال، گفتیم که خدا با بدنها هیچ رابطه ای ندار، ولی در این دنیا بچه هم به چیزهایی که دست خودش نیست، به آدمهایی که میمیرن چی میشه؟ و یا کسی که اونو میکشه چی میشه براشون؟ هیچی نمیشه. چیزی که گفتم سوالات خوب، یعنی چون که وقتی به دنیا نگاه میکنیم خیلی غریبه. بچه ها میمیرن، انسان ها میمیرن، میگیم چه ربطی داره؟ درست میگی، ولی اینطور فکر کن. در بدنمون سلول ها هستند. میلیون هاش میمیره و میلیون ها به جای اونا میاد. چنده؟ 5 کاتریلیونه. چیه؟ اون همه سلول داری. خیلی چیز بزرگی. میمیرن، جاش یه چیزای جدیدی میاد. پوست میندازیم، موهامون میریزه، ناخون هامونو میبریم، میندازیم. در مورد بدنمون چیزهای خیلی زیادی وجود داره، ولی بدن میمونه. به خاطر این خواست گرفتن هم میمونه. چیزی که بدن میگیم در معنویات یعنی خواست گرفتن. گوشت و استخوان انسان نیست. به خاطر این چیزی که میگی درسته، از یه طرفی که میبینیم، ولی چشماتو ببند، یه چیز دیگه ای فکر کن. در آفرینش همه قسمتی از یک آفرینش هستند. همه قسمتی از خواست گرفتن هستند. بی جان، گیاه، حیوان، سخنگو، تمام واقعیت در یک جا خواست گرفتن هستند.
و این خواسته گرفتن به یک سیستم معلوم کار میکنه و ما هم دقیقا داخل این هستیم و طبیعت انسان ما به طبیعت نرمال ضد کار میکنه. به خاطر این طبیعت یعنی به وجود آورنده و انسان هم از بین میبره. اینجا هم خوب گفته، میکشه و به اونایی که میمیرن چی میشه؟ موجودی که میگیم انسان، به خاطر اینکه یک موجوده، بدیهایی که به دیگران میکنیم همش شبیه اینه که خودمونو از پای خودمون میزنیم. و اگه ما اونطوری هم نبینیم، یکم پیش تو درس هم گفتم که مثلا بدها نجات پیدا میکنند، دزدی میکنه، همه چی میکنه ولی موفق میشه. چرا؟ چون ما فکر میکنیم که اونطوریه، ولی این شکلی نیست. هر کاری که انسان انجام میده از پای خودشو میزنه. به خاطر این همه چی در دنیا برای آدم به شکل استراب و همراه مالیاتش و مالیات خدا مثل دنیای ما، مالیاتش کم نیست. 200%، 300% در قوانین بالا به اون شکله. همشون به انسان باز میگرده. به این شکل. به خاطر این جایی برای فرار کردن وجود نداره. و یک موجود هست و یک مخلوق هست و یک خالق هست. هممون داخل سیستم اضطراب میکشیم. کسی که میمیره اونم اضطراب میکشه، تویی که اونو میبینی تو هم اضطراب میکشی، میگی که این چطور دنیایی، تو هم در داخلت اضطراب میکشی، هممون اضطراب میکشی. حالا تو چین ویروس هست، اونها اضطراب میکشن و فعلا شروع نشده اضطرابشون، ولی اونجا هستن، کافیه که به ما دست نزنن. فکر ما به اون شکله، ولی این امکان نداره که به ما دست نزنن، ممکن نیست. تأثیرش رو در تمام دنیا میبینی. اکونومیشون از بین میره. قدیما چطور در دوره کمونیست با یه بشقاب زندگی میکردن؟ حالا همه در فکر پوله. حالا به اون یک بشقاب برنج باز میگرده. اکونومی از بین میره، ولی چیز خوبی نیست تموم شدن اکونومی، چون تأثیرش برای همه است. ببین خدا چطور کار میکنه. یعنی یه طرفو میزنه، از طرفی تمام انسانها رو هم میزنه. به خاطر این استرالیا رو میسوزنه، یعنی تمام اکوسیستم رو میسوزنه. هممون میتونه که اونجا کانگروها بمیره، ولی به همراه تمام اتمسفر هممون میمیریم. این شفافه، چون تأثیرش روی هممونه. به خاطر این چی کار میشه؟ تو ژاپن زلزله میاد و توفاله‌های رادیواکتیو، و اروپا اون رادیواکتیو رو با باران گرفت. و تمام زباله های زلزله رو کانادا از سواحل خودش جمع کرد. یعنی چیزی که به ژاپن میشه، به هممون میشه. اگه به ژاپن نگاه کنی خیلی کوچیکه. چند تا جزیره هست تو نقشه، ولی تأثیرش روی همه آدم هاست. به خاطر این، کسی که میمیره، کسی که میکشه، همه قسمتی از یک سیستم هستیم و جایی برای فرار کردن نداریم. استرالیا رو میسوزنه و نیوزلند هست کنارش، اونجا هم زیر سیله. همه رو، یعنی ما اینجا زلزله میاد. به خاطر این حساب خدا باید اینو خوب بدونیم. هر چیزی که در آفرینش اتفاق میفته، خدا فقط یک حساب داره، میخواد مخلوقش رو به هدفش بیاره. یعنی نیرویی که ما رو از پشت هل میده، اضطراب، نیروی خداست. اضطراب فقط برای اینه که آدمو بزرگ کنه و برای هیچ چیز دیگری نیست. یکم پیش هم خوندم، اگر این اضطراب نبود، نیروی نبود که از پشت ما رو هل بده، انسان هیچ وقت پیشرفت نمی کرد. و پیشرفتمون، همه چیمون، هر انقلابی که می کنیم و کشورهایی که ساختیم، هر دستگاهی که ساختیم، تکنولوژی، این و اون، همه چی نتیجه اضطرابایی که کشیدیم. مشکلی که تو یک زندگی داریم برای از بین بردن اون درست کردیم. همشونو. به خاطر این حالا از نو فرمت میخوریم تمام انسان ها. به این شکل.
خدا چرا میخواد با او باشیم و به طرف او بریم؟ چون که کامل بودن، در درجه او بودن و چطور ما بچه هامونو دوست داریم و برای آنها آینده خوبی میخواییم، خدا هم برای ما یک آینده خوبی میخواد. اگه خدا این همه قدرتمنده، چرا به راحتی این کار رو انجام نمیده؟ میتونست انجام بده. ولی ما هم مثل کیوان میموندیم. کسایی که سگ دارن میدونن. سگ دارم و من اونو چیکار میکنم؟ غذاشو میدم، میبرم، قدم میزنه، حالش سر جاش، شکمش هم میخارونم، جلوی شومینه یه جای مخصوصی هم داره، اونجا میخوابه. و ما هم مثل اون سگ میموندیم. هدف آفرینش یعنی به دست آوردن فکر خدا، یعنی رسیدن به بزرگی او، رسیدن به مرتبه او، در درجه او بودن. اینه. و چرا باید آدم خودش این کار رو انجام بده؟ چون باید آدم بتونه بگه که من از خدا مستقل هستم. مثل بچه‌ای که بزرگ میشه که خودش زندگیشو میسازه و پدرش میگه پدر ببین، وقتی بچه بودم خوب بود. جوان بودم منو به مدرسه فرستادی، درس خوندم، ولی حالا زندگی خودم رو دارم. اگه پدر مادرتون یکم شما رو اذیت کرده، میدونید، اونایی که ختنشون کشیده بودن واسه تون، میفهمید. کسی هست که با پدر مادرش اونجوری صحبت کرده، یعنی از یه جای دیگه زندگی من دیگه، و از یه جای دیگه به بابا گفتنم کنار میذاره، چون که دیگه بزرگ شده. و یا با شوخی بابا اینا میگه، مثل گذشته بابا نیست، بوبا میگه مثلا. چرا؟ چون میخواد مستقل باشه، طبیعتش به این شکله. به خاطر این وقتی بزرگ میشه، در سن بلوغ یکم آسی میشه، میخواد مستقل باشه، خودش انجام بده. در طبیعت ما وجود داره و این چیز درستیه و خدا هم عمدن این کار رو انجام داده تا بتونیم مستقل بشیم. و در طور دیگری خدا اینو انجام میداد. در مورد او هیچ مشکلی نیست. یه سگ چطور وقتی جلوش استخون میندازی خوشحال میشه؟ ما همونجوری میشدیم. به این شکل. به خاطر این آدم باید نان خودشو شبیه به این که خدا به آدم گفت باید با عرق خودت نون تو در بیاری و بخوری. سوالت خوبه. سوال با بیدار شدن نقطه تو قلب و باز شدن چشم سوم رابطه داره میان این دو؟ نمیدونم، من هیچ وقت چشم سومی نداشتم. معذرت میخوام. من فقط نقطه تو قلب دارم. اینطور میگن. به خاطر این نمیدونم که چشم سوم چیه. ما به شکل نقطه تو قلب میگیم که روح یک نقطه شروعی داره، مثل یک تخم که برای بزرگ شدن آدم. به خاطر این اگه نقطه تو قلب آدم بیدار شده باشه، اون وقت شروع به سوال کردن در مورد زندگیش میپرسه و داخل آدم میگن که خدا آدمو صدا میکنه در داخلش. بیدار شدنه نقطه تو قلب اینه، یعنی سوال کردن در مورد زندگیش، صدا کردنه انسان توسط خدا. میگه به طرف من بیا، اینجا رو ول کن، اینجا چیزی نیست. به خاطر این زندگی به آدم وقتی نقطه تو قلبش بیدار شده باشه پوچ میاد و میبینه که خالیه، چرا زندگی میکنه به این شکل. یعنی حسیه که آدم ناراحت میکنه از یه طرفی هم، ولی از طرف دیگه صدا کردن خداست. یعنی بگذر اینا رو، بزرگ شو دیگه، از اینجا خارج شو. میگه از این در بگذر و بیا. به خاطر این چشم سوم رو نمیدونم. سوال، از اگویسم منظورتون مرکزیه که منیت میگیم بهش؟ یعنی آره، من به این شکل. سوالات نامربوط با درس. سوال، خدا رو به شکل خیلی شفاف حس می کنیم و همیشه در رابطه با او می مونیم؟ آره البته که. در غیر این صورت اگه چیزی شفاف نبود، چیزی نیست برای صحبت کردن. ولی اینطوری فکر کن، وقتی بزرگ میشیم بعضی وقتا چیکار میکنیم؟ وقتی بزرگ شدیم در سن معلومی میتونیم پدر مادرمون رو بفهمیم، ولی یکم دیگه بزرگ شدیم در مورد اونها چیزایی رو نمیفهمیم، چون که در صفحه جدیدی هستیم، یک شرایط جدیدی وجود داره. به خاطر این در معنویات هم وقتی پیشرفت میکنیم آدم یه چیزایی رو میتونه بفهمه، ولی وقتی به صفحه جدیدی میره چیزایی که دیروز فهمیده بود میبینه که اونم اشتباه بود.
یعنی بزرگ شدن هم تو زندگی به این شکله. تو زندگی هم به این شکل بزرگ میشی. هیچ وقت شده که بگی دیروز اینطوری فکر میکردم ولی حالا میبینم که اونجوری نیست؟ نشده تا حالا؟ شده. اینطور فکر میکردم ولی اینطور نبود. همه به خودش این حرفا میزنن. مثل فکر چطور فکر میکردم اون شکلی نبود. چی رو میتونی فکر کنی مگه؟ که زندگی مثل فکر کردنت باشه. به این شکل. حساب خانه یعنی به حساب بازار جور در نمیاد. به خاطر این وقتی تو معنویات پیشرفت میکنیم، آره یه رابطه ای داریم، ولی اون رابطه رو چیکار میکنیم؟ در حساب، در فهم، یه تغییراتی انجام میدیم و اینا باید باشه برای بزرگ شدن. چون وقتی بزرگ بشیم چیکار میکنیم؟ ها دیروز اینطوری فکر میکردن، حالا اینجا یه شرایط جدید وجود داره. آه اگه اینطوره بشه اینجوری میشه و همه چی یک فرم جدیدی به خودش میگیره. آدم هم در معنویات به این شکله، ولی خیلی شفاف حس خدا. مثل اینه که پدر مادرم روبروم هستند. سوال: کسی که دنیاهای معنوی رو به دست آورده صاحب این قدرت هست که دنیاهای بالا و پایین رو به دست بگیره؟ کسی که در معنویات هست به این صاحب میشه که مثل خدا به قدرتاش حاکم باشه. صاحب این قدرت میشه که مثل خدا کار کنه. به خاطر این تأثیر داره؟ آره داره. به خاطر این میتونه در دنیای فیزیکی تأثیر داشته باشه؟ نه نمیتونه. در این دنیا به دنیاهای بالاتر نمیتونه. در معنویات چنین چیزی وجود نداره. چیزهای فیزیکی فقط متعلق به این دنیا هستند. اینو میتونی بپرسی. در معنویات میتونه برای خوب کردن دنیای فیزیکیش یه کارای انجام بده؟ تو معنویات میونش هم با خدا خوبه و از خدای ویلاینایی میخواد و از اونجا درس بدم. استخرم داشته باشه ویلا. ورزش هم نیاز داره. اگه میگی نه چنین چیزایی وجود نداره. وقتی در معنویات پیشرفت میکنه آدم، در زندگی دنیاویش به طور طبیعی، به شکل خیلی طبیعی، زندگی دنیاویش رو با خوشحالی میتونه ول کنه. خیلی راضیه به این کار. خیلی. شبیه اینه که یقش رو تمیز میکنه. به این شکل. با دوست داشتن و خوشحال بودن، مثل اینکه این دنیا هیچ مهم نیست واسش. اون هم یک تنظیم خاصی داره. چون تا وقتی که به اصلاح آخر برسیم، آدم مجبوره که این دنیا رو حس کنه. ولی شرایط اینه. سوال: کسایی که صاحب این دنیای متریالیست هستند، فراماسونی هم تا یه زمانی مخفی نگه داشتند و علم کابالا که ریشه تمام علم ها است، چطور اجازه افشا شدن این علم شد؟ اجازه دادن برای افشا شدن این علم برای احتیاج انسانه. ماسون ها هیچ رابطه‌ای با کابالا ندارند. ماسون یعنی یک قبیله دارم و با هم برای اینکه پول به دست بیاریم همکاری میکنیم. اینه. در غیر این صورت ماسون ها چیز عجیبی ندارند. و یا الیت ها. اونها دردشون چیه؟ دنیا رو چطور کنترل کنیم؟ چطور همیشه کنترل دست من میشه؟ چطور میتونم خیلی پول داشته باشم؟ کنترل دست من باشه. فکرشون بیشتر اینه. به نظر تو خدا کنترل دست اونا میده؟ نه. تو سالهای آینده میبینی که هیچ کس کنترلی نداره. میبینی. چین چی شد؟ ما اجدرها هستیم. دنیا مال ماست. و هیچ کس نمیتونه ما رو جلومونو بگیره. حالا دیدی از بالا دوتا بوسه همش تموم شد. همه رفتن دیگه. تموم شد. به خاطر این خدا چماق نداره. به خاطر این هیچ کس هم قدرت اینو نداره که دنیا رو بتونه کنترل کنه. در سالهای آینده میبینیم. در روزهای آینده میبینیم همه رو. و تو تمام دنیا هم دیدیم. از 2019 به بعد دیدیم. و روزهای آینده هم چیزهای جدیدی رو میبینیم. علم کابالا علمیه که معنی زندگی آدم رو بهش میگه. و اگه از طرف انسان ها طلب نمی شد، هیچ وقت تعریف نمی شد. به خاطر این، صدها ساله که به هیچ کس نگفتم. چون که به کی می خوام بگم؟ کسی نیست که بخواد. حالا در زمان ما چرا اینا رو می گیم؟ چون در زمان ما در آخرین نسل هستیم. به خاطر این، انسان ها از طرف خدا عمدی برای پیشرفتش عمدی زیر فشار می ره. به این شکل. هممون به این شکل حس میکنیم.
وقتی تو دنیا بدی هست در مقابلش باید چی باشه؟ یکی باید باشه که اینا رو باید روشن کنه برای ما، یعنی از طرفی، یعنی از پدرم، شبیه اینه که بی سبب کتک بخورم و یا دلیلی داره ولی به من نمیگه، به خاطر این نمیدونم که باید چی کار کنم. هر روز کتک میخورم و میگه که یه دلیلی داره ولی نمیگه دلیلشو، به خاطر این هیچ دلیلی برای درست کردنه خودم نداره ولی همش کتک میخورم. مگه نه؟ وضع دنیا اینجوری میشد. به خاطر این خدا از یه طرفی خدا به ما فشار وارد میکنه و از طرفی هم به جستجو میاره. وقتی که به سوال میاره جوابش هم به آدم میاره. همه کار رو انجام میده. آدم رو از صفحه به صفحه میگذرونه. از این دنیا حوصله‌مون سر میره و چرایی اینو از آدم میپرسونه و انسان میگه که چرا زندگی میکنم؟ یه روز در یوتیوب ویدیو رو نگاه میکنه، بعد اونم از استاد میپرسه که چرا زندگی میکنی؟ مثل این شرایطی خنده داره ولی واقعیه. به خاطر این قدرتی هست که آدمو هول میده و در مقابلش یک ارضا بودن برای این باشه نسبت به آرزوش. به خاطر این در دنیا همیشه دو شرایط ضد باید در یک حس باشند، یعنی آدم باید دو شرایط رو یه جا حس کنه. به خاطر این باید افشا بشه. سوال: مرز تصویرسازی انسان چقدر؟ و اگه کتابخانه اسکندریه با آتش کشیده نمیشد چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی اگه آتش نمیگرفت چی بگم؟ نمیدونم که از کجا بدونم. به ما ربطی نداره. چرا به ما ربط نداره؟ چون اتفاقایی که افتاده به ما هیچ ربطی نداره. چیزی که دیروز اتفاق افتاد رو ول کنید. حتی چیزی که یه ثانیه پیش اتفاق افتاد به من هیچ ربطی نداره. چرا؟ چون برای پیشرفت کردن میتونم از ثانیه قبلی استفاده کنم. ولی چی میشد؟ چطور میشد؟ دیگه اینو فکر نمی کنم. چرا؟ چون که اتفاقی که باید میافتاد افتاده. به خاطر این همیشه باید به جلومون نگاه کنیم. امروز در این حاله. حال امروزم اینه. زندگیم اینه. شرایطی که داخلش زندگی میکنم اینه. حالا یکم دیگه از این درس خارج میشم. من تو زندگیم باید چی کار کنم؟ علامت سواله. تموم شد. هر روز باید انسان این سوالو از خودش بپرسه. امروز سر کار رفتم یا به مدرسه رفتم و به خونه اومدم. یه چای بگیر و بشین و از خودت بپرس که من با زندگیم باید چی کار کنم. به خاطر این کتابخانه اسکندریه رو ول کن. بزرگامون چطور میگن؟ در هر کاری یه خیری وجود داره. خوب شد که آتیشش زدن. سوال: در دینها فیگوری هست که در جلوی انسان و خدا خم نشده و به خدا عصیان کرده. در معنویات جایگاه شیطان چیست؟ در معنویات جایگاه شیطان خیلی مهمه. خیلی مهمه. چون که اگه شیطان نبود، یعنی بدی نبود، شیطان که میگیم نمیدونم تو فکرتون چطور هست. در معنویات شیطان خود انسانه. در دنیا میبینی که شاخ داره، قرمز، نصفش بزه، نصفش انسانه و در دستش یک نیزه داره. اینو تو دنیا نمیبینی. تمام بدی رو انسان میکنه. پس این وقت شیطان یعنی چی؟ خود انسان. همینقدر. شیطان انسانه. و چه کار باید بکنه؟ از خودش باید یک چیز خوبی بسازه، یک موجود خوب. به خاطر این خدا از عمد انسانو بد آفرید. وقتی که میگن خدا از هیچونو آفرید، یعنی خدا فقط بدیو آفرید. و اگه یکم به اعماق قضیه بریم، وقتی که خدا آفرینشو آفرید، فقط بدیو آفرید. چون که اگه خدا کامل، تمام، کمال و در شرایط غیر اون همه چی میشه؟ بد میشه. به خاطر این خدا از اول عمدن همه چی رو بد آفرید که انسان بتونه خودش خوبی رو انشاء کنه. به خاطر این زندگیمون هم به این شکل. مگه ما سعی نمی کنیم که زندگی خوبی رو بسازیم؟ هممون زندگی خوب می خواهیم. مگه نه؟ طبیعتمون اینه.
دنبال یک زندگی خوب هستی. خدا هم میخواد ما زندگی خوبی داشته باشیم، ولی به این شکل نمیشه. این مسئله دیگه ای. به خاطر این باید نسبت به منطق خدا یک زندگی بسازیم. به خاطر این شیطان اگویزم انسانه، شیطانمون اونه. به خاطر این در کسهای دیگه یک چیز بدی رو جستجو نمی کنیم. معنویات فقط اصلاح کردن خودمونه. به خاطر این هر کس بدی داخل خودش رو، شیطان رو باید درست کنه. بگیم سوالش. سوال: داخل خودم رو خیلی وقته که روش کار می کنم و امسال هم شروع به گوش کردن درسهای شما کردم. شبیه اینه که چیزایی که می دونم در سرم تکرار می کنین شما. همراه این لذتم بیشتر می شه و حالا هم از چیزهای زیادی لذت می گیرم و خواست لذتم رو ارضا می کنم. خودم رو جدا می بینم و لذت زندگی کم کم از بین می ره. این شرایط نرمالیه؟ durumu normal mi? خیلی نرماله. خیلی نرمال. چون که خودمون داخلمون به جوابهای سوالات داخلمون میایم در معنویات. منابع معتبر معنوی به ما چی میدن؟ سوال یعنی چی؟ در زندگی سوالاتی دارن. آرزو هستن اینا. ظرف یعنی. وقتی که به اون سوالها جوابایی میگیرم که اینا رو ارضا میکنه، با لذت پر میشم. به خاطر این لذت هست. این یه چیز خوبیه در معنویات و لازمه که باشه. به خاطر این کسی که به معنویات میاد، لذت گرفتن از علم، کشف کردن چیزهای جدید و پیدا کردن جوابها چیزیه که به آدم خوشحالی میاره و مجبوره که این شکلی باشه. و همیشه نمیتونه به این شکل ادامه پیدا کنه. اینو بهت بگم. از حالا بگم بهت، وقتی که پیشرفت میکنی، بعضی وقتا همیشه با این لذتها ادامه پیدا نمیکنه این را. به خاطر این وقتایی که لذت نیست، باید فکر کنه که چطور باید ادامه بدم. به خاطر اینها در اول راه چیزهای درستی هستند. آدم وقتی که میاد میتونه لذت بگیره و لازمه که لذت ببره. سوال: پیامبر ما هم کابالیست بود؟ نمیدونم. نمیدونم. درستشو بگم، نمیدونم. چون که اسمش در منابع کابالیستی نوشته نشده و سببش هم برای شما میگم. گفته بودم درسهای گذشته. یادتون میاد؟ اگه گفته بودم لینک رو برای دوستمون بفرستید. حالا تمام آفرینش از سر تا ته کجا پایان میابه در سلیمان تموم میشه. و انعکاسش به دنیای ما این شکلیه، چون که ریشه و ساقه هست. ما قبلا ریشه و ساقه رو کار کردیم؟ نه نکردیم. این سوالتو نگه دار، این سوال خوبی. برای سوال جا هست. به خاطر این سوالو نگه دار، یکم دیگه پیشرفت کنیم. و پیشرفت آدم در داخل معنویات نقطه‌ای که میاد و از اون نقطه به بعد برای تمام انسان‌ها با پیشرفت اگویسم دوباره برای هول دادن انسان که چطور به وجود آمده اینا رو توضیح میدن. یه جا بنویس، اینا رو میپرسه. چون سوالت مهمه. ما در یک کشور مسلمان زندگی میکنیم و بیشترمون مسلمان هستیم و دوستایی داریم که از دینهای متفاوتی هستند. به خاطر این برای سوالت جا هست، برای جوابش هم جا هست. یکم ادامه بدیم، بعد میگم. سوال: به آدمهای بیرون اگه بپرسیم که خدا کجاست، اون هم میگه که داخل قلبه و یا میگه که همه جا هست. در این شرایط به اونها باید چه بگی؟ به آدمهای تو بیرون هیچی نمیگیم. هیچی. یعنی به آدم یه چیزی میندازی. یعنی خوبی نمی کنی. معنویات فقط برای کسیه که نقطه تو قلبش بیدار شده باشه. فقط. چرا اینم بگم بهت؟ چون در دنیا هزاران دین وجود داره و برای همشون جا هست. برای همشون. اگه جا نبود، اینا در دنیا وجود نداشتن. برای تمام دینها جا هست. چون هر انسان در داخل هر دین جایی که خودش راحت حس میکنه اونجا باید باشه و میتونه خودش رو پیدا کنه و جایی که انسان تو این دنیا خودش رو در اون محافظت میکنه. به خاطر این به اونها هیچی نمیگیم. به خاطر این دینها، دیندارها وقتی میگم، بعد متوجه نشین اینا رو. یعنی مخالف اونم و میخوام در مورد اونا چیز بدی بگم. اینطور نیست.
چنین چیزی وجود نداره و نمیشه، چون تمام واقعیت همه چی برای اینه که انسان بتونه خودشو محافظت بکنه، داخل زندگی دنیاویش داخل یک چارچوب خاصی باشه و بتونه راحت زندگی کنه. به خاطر این معنویات به آدمهای معمولی هم شامل میشه، نه آدمهای معمولی، نه دیندارها. اگه نپرسن من هیچی نمیگم بهشون. فقط آدم اگه بپرسه که چرا زندگی میکنی، معنی زندگی چیه، چه کار میکنی، چرا متولد شدی، اگه اینا رو بپرسه، داخل شکم اگه بجوشه، اون وقت کاری که میتونید انجام بدید اینه که آدرس سایتو بهش بدید و یا به درسهای یوتیوب. ولی هیچ وقت به کسی مستقیما چیزی رو تعریف نکنید و تعریف هم نکنید، چون که برای پیشرفت آدم تأثیر بدی داره. به خاطر این در معنویات هیچ وقت اجبار نیست، باید قلب آدم حاضر باشه به این کار، یعنی باید نرم شده باشه تا بیاد. به آدمهای بیرون هیچ نمیگه، فقط کسی که آرزوشو داره میتونه کار بکنه. به خاطر این لازمه که آدم آرزو داشته باشه. این خیلی مهمه. و طرف دیگه تبدیل به دین ها میشه. یعنی چیزی که فکر میکنم رو به دیگران گفتن. مثل اینکه واقعیت اینه و باید اینطور باشه. وقتی اینا رو میگن به خاطر این دین ها به آدم ها خیلی بدی دارن. به خاطر این آفریقا رو به خاطر این خراب کردند با دین هاشون. چون که برای انسان‌های اونجا طبیعتشون، پیشرفتشون هیچ رابطه‌ای نداشت. تمام آمریکای جنوبی هم به این شکل خراب کردند با دین‌های خودشون که بازور اونجا بردند، چون که اون شرایط هیچ ربطی با آدم‌های اونجا نداره. در طرف دیگه هم میتونیم بگیم که غیر از او کسی دیگه ای نیست، همه چی در کنترل خداست. آره، همه چی در دست اوست، ولی هر کاری که انسان انجام میده ضرر داره. به خاطر این معنویات فقط برای کسایی که میخوان کار کنند هست، و اگه با هم کار کنیم اون وقت اوکییم و به هیچ کس نمیگیم و تعریف نمی کنیم. این خیلی مهمه. به خاطر اون زیاد روش تمرکز کردم و میتونستم به سوالت نبگم، ولی این در میان کابالیستا یک قانون اصلیه. فقط کسی که آرزوشو داره به اون یاد داده میشه. فقط سوال، هدف کابالا اینه که تمام انسانها رو بیدار کنه؟ نه، هدف کابالا اینه که وقتی تو این دنیا زندگی میکنیم بتونیم خدا رو کشف کنیم. اینو به این شکل بنویسید. و در درد این نیستیم که یک کسی رو بیدار کنیم. خدا فقط آدم رو بیدار میکنه. نه من، نه دیگری. میگه میشه، بکش میکشه، چنین قدرتی نداریم. آدمو خدا بیدار میکنه. وقتی خدا آدمو بیدار کرده، یکم این بر اون بر میچرخونتش، به اونجا میبره میاره. اگه هم بخواد به علم کابالا بیاره میارتش. و علم کابالا یک هدف داره فقط. وقتی تو این دنیا زندگی میکنیم خدا رو بتونیم حس کنیم و همراه او وجود داشته باشیم و به همراه او حسامونو پیشرفت بدیم و به صورت معنوی پیشرفت کنیم. در غیر این صورت اگه اینطور نبود، به نظر من باید اینطوری باشه. والله به خدا شکر که به نظر فکر تو جلو نمیریم. آفرینش به طرز فکر خدا جلو میره. به خدا شکر. در غیر این صورت در هیچ نسل با خدا نمیتونستیم با هم باشیم. سوال تو رد میشه. هدف علم کابالا اینه. و به آدمهای تو بیرون هم هیچ وقت برای بیدار کردن نقطه تو قلبشون هیچ چیزی نمیگیم. و هیچ کاری هم انجام نمیدی. و به آدمی که هیچی نمیخواد و شکمش سیره، بازور بینیشو نمیبندین تا دهانشو باز کنه بهش یه چیزی بدین بازور. چنین چیزی وجود نداره. در معنویات هیچ اجباری نیست. خدا هم به قلب آدم زور نمیکنه. به خاطر این وقتی میگیم اراده آزاد، خدا از دست آدم گرفت و روی یک قسمت خوبی گذاشت و گفت بگیر. اگه گرفتی گرفتی، نگرفتی هم که رفت و نمیتونه هیچ تداخلی انجام بده. در غیر این صورت هیچ لذتی نداشت.
به خاطر این در آینده هم میبینید دلیل اینکه هر کسی به معنویات میاد، هر کسی فرصت این رو داشت ولی اون نگرفت. آدم نگرفت. هیچ کس هم به خدا نمیتونه بگه که من نمیدونستم، نشنیده بودم. چیزی نمیتونه بگه. آدم فقط میگه که خدا آورد منم نگرفتم. بعدش دنبال زندگی رفتیم و زندگی ما رو به این شکل آورد، ولی جایی ندارم که به خدا عصبانی بشم، میگه. به خاطر این کاری نیست که بکنیم و به هیچ کسی هم مداخله نمی کنید. سوال: آدم ها به چیزهایی که با پنج حسشون حس می کنند باور نمی کنند. اونو می دونند. باور کردن فقط برای چیزهایی که ما نمی دونیم کلمه ای که مورد استفاده قرار می دیم. چیزهایی که هم فرم نیستن رو چطور باید بدونیم و چطور می تونیم ایمان داشته باشیم و چطور می تونیم حس کنیم؟ در علم کابالا این شکل نیست. در علم کابالا باید شفاف ببینم برای اینکه بگم ایمان دارم. در زندگی دنیوی من برای باور کردن باید ببینم. در زندگی دنیوی من هم به این شکله. به خاطر این در زندگی دنیوی هم قاضی به چیزی که با چشمش دیده رو باور میکنه. به چیزی که شنیده نه. به چیزی که به کسی که با گوشش یه چیزی رو شنیده و ایمان داره در علم کابالا بهش احمق میگن. در کابالا فقط به چیزی که دیدی ایمان داشتن هست فقط. به خاطر این آدم در زندگی دنیوی اگه چیزی که دیده و میدونه دیدم، فهمیدم و اینطوری و حس کردم که اینطوریه و این برای من اگه واقعیه، اون وقت میتونه بگه که ایمان داره. ولی اگه نبینه، ندونه، حس نکنه و آدمهای تو بیرون وقتی اینو میگن، در علم کابالا اینا دروغ. در علم کابالا چنین چیزی وجود نداره. تماما دروغه. یعنی چیزی که کلا حس نمیکنم و نمیبینم چطور میتونم ایمان داشته باشم؟ دروغه. این یعنی از دیگران شنیدم و ایمان دارم. این شرایط دین نئوکلاسیکه. چیزی که ندیدم، چیزی که شنیدم و باور میکنم. یعنی به خاطر این در دینها هم در اصلش چیزی ایمان دارم به خدا وجود نداره. یک دیندار هم وقتی که میگه به خدا ایمان دارم، اون باور نمیکنه در اصلش. چیزی که باور داره، حرف کسی که بهش یه چیزی رو میگه به این ایمان داره. یعنی به من کسی گفت که این شکلیه و من دیدم که انسانهای تو بیرونم به این شکلند و نمیتونه همه دروغ بگه، به خودم گفتم. و من هم مثل واقعیت چیزی که به من گفته شده قبول کردم و ایمان آوردم. تماما دروغ. به خاطر این در معنویات چیزی که ندیده باشی ایمان داشتن به این دروغ. در ما چنین چیزی وجود نداره. به خاطر این روی این نقطه خیلی ایستادم. باید نقطه تو قلب آدم بیدار شده باشه. لازمه که نقطه تو قلب بیدار شده و در داخلم یک پوچی حس میکنم که دنبال یه چیزایی باشه که اونو پر کنه. به خاطر این برای پیشرفت کردن در حس به نقطه تو قلب احتیاج داریم و لازمه که در کار اینو پیشرفت بده. و اگه یکی کار میکنه میتونیم بگیم که پیشرفت میکنه. ولی به من نباید ایمان بیارید و چیزایی که من میگم نباید به اینا هم باور داشته باشید. در غیر این صورت این علم شبیه انسانهای تو بیرون کار میکنه. به خاطر این قاضی باید به قانونی که با چشمش میبینه ایمان بیاره. من نسبت به اون باید ادامه بدید. سوالت خوبه. دو، برای حس کردن واقعیت باید از چشم نفر سوم به واقعیت نگاه کنی. نمیتونی از طرف فرد سوم نگاه کنی. آدم همیشه میتونه از داخل قابش نگاه کنه. یعنی تو کی هستی به اون شکل فقط میتونی نگاه کنی و انسان نمیتونه خارج خودش بشه. و کسی هم که معنویات رو به دست آورده، اون هم وقتی که خدا رو بتونه به دست بیاره، اون وقت هم همیشه به طبیعت آفرینش خودش به دست میاره. و این یک چیز خاصیه در اصلش. چون این به ما چیو نشون میده؟ به ما نشون میده که هر انسانی چقدر خاصه نسبت به خودش. فکر کنید که خدا چه چیز خوبی رو درست کرده. صورت هممون از هم متفاوته. فهممون از همدیگه متفاوته. طرز فکرمون از همدیگه متفاوته. و همه اینها
و تمام اینها به تمامیت میرسند و تمام ما با تفاوتهایی که داریم و اینو فکر کن که چطور یک چیز بزرگ و غنی رو حس میکنی، ولی همه اینا رو تو از داخل قاب خودت حس میکنی. چرا؟ ولی با حس کردن این که با دیگر قاب ها ارتباط داری. طبیعتاً از یک طرفی خاص بودن خودتو هیچ وقت از دست نمیدی و از طرف دیگری هم با حس این هستی که تمام واقعیت رو به دست آوردی. نمیدونم تونستم توضیح بدم یا نه. به خاطر این در معنویات هیچ وقت از بین بردن شخص وجود نداره، به خاطر رابطه‌ای که با دیگران داره، کاملیت رو، تمامیت رو، حس کردن همه اینها رو از طرف طرز فکر خودش نگاه میکنه به همه اینا و تمام آفرینش رو به این شکل حس میکنه. مدیتیشن راهیه که در اینجا انجام میدیم؟ نه، نیست. مدیتیشن فقط تو رو آروم میکنه. این همه. و یا چه بدونم، تو زندگی دنیاویت اگه یک بیماری داشتی شاید بتونه کمکت کنه. به خاطر اینکه میدونم میگم اینو. قبل اینکه به کابلا بیام مدیتیشنم کار کردم. به خاطر این میگم. به خاطر این مشکلات با وجودت به درد میخوره. نمیگم که به درد نمیخوره. چیزهای با بدنت یه کارهایی رو انجام میدی و به دردت میخوره. ولی بگیم که روح به دست میاری؟ نه، نمیتونی هیچ وقت. به خاطر اینه که هزاران سال اینو انجام میدن. دلیل این که هزاران سال اینو انجام میدن اینه که انسانها هزاران ساله که میخوان از زندگی خسته شدن دیگه، میخوان ولش کنن. یک گروه به این شکل وجود داره و همه هم انجام نمیدن مدیتیشن. در گذشته هم یک عده انسان وجود داشت که از این دنیا خسته شده بودن و میخواستن خارج بشن. چطور خارج میشین؟ بعضی ها به طرف دین رفتن، بعضی ها به طرف مدیتیشن اومدن. تو دنیا بیشتر از 4500 تا متد وجود داره. دین، ایمان، فلسفه، مدیتیشن، روحانیت، هزاران متد وجود داره. همش برای چیه؟ برای اینه که انسان یکم خودشو تو این دنیا آروم کنه. به خاطر این. همش اینه. سوال. در 4 درس پایه کابالا در دست دنیای بیرون رو میتونیم بگیم که دنیای بیرون رو مغزمون میسازه. دنیای بیرون رو مغزمون درست نمی کنه. تأثیرات معلومی هستن که از بیرون میگیریم. به این خدا میگیم و یا نور، تأثیر خدا میگیم. به خاطر این چیزی که تو بیرون حس میکنیم، همه چیز تو بیرون تأثیرات روی من مثل این که داخل مغزم این دنیا رو نشون میده. به خاطر این آدم داخل سرش زندگی میکنه و فکر میکنه که در داخل این دنیا زندگی میکنه. شرایط اینه. در حس کردن واقعیت، ولی مغزم نمیسازه. به مغزم این نشون داده میشه. فرق هست در این. سوال. کسی که خدا رو میخواد پیدا کنه، این جستجو آخری هم داره یا خدا جستجو هست فقط؟ پیدا کردن خدا هدف آفرینشمونه. به خاطر این خدا میتونیم بگیم که جستجومونه. میتونیم بگیم که دنبال خدا هستیم. به خاطر این در داخل هر انسانی چرا خلق شدیم این سوال هست. بچه هم بودید شاید پرسیده باشید. بچه ها هم میپرسند که ما رو کی آفریده. وقتی بچه بودید از پدر و مادرتون نپرسیدید؟ حتما پرسیدید. چون در بچه ها خیلی خالص هست این سوال. یعنی به شکل صاف و ساده برای فهمیدن میپرسند. ما رو کی آفرید؟ به خاطر این در داخل همه ما از بچگی هست این سوال. ولی با بزرگ شدن دنیا برای این که ما رو میجوه اینو فراموش میکنه. در زندگی دنیاوی کار بود، خانواده، این و اون، مدرسه، امتحانات، پول، این و اون، معنی اینا همش میپره. تا که زندگی اونو به پوچی بینداره و دوباره داخل آدم زنده میشه. به خاطر این خالق برای اومدن ما به جستجو سبب داره و جوابی هم خواهد داشت. سامی سرمش. سوال. بعضی وقتا میشه که به فکر عمیق میرم. وقتی در این حالم از خودم میپرسم که من کی هستم. سوالی که فکرم میپرسه، فکرم و روحم به این نمیتونه جواب بده. و در حسیات من، یعنی در دنیای داخلم، حال ناچار بودن به وجود میاد. دلیل این چیه؟ سببش چون باید آدم جوابش رو پیدا کنه. من کی هستم؟ سوال خوبی. در این درس اینو گفتیم. تو یک خواست گرفتن هستی.
بشین اینو فکر کن. چی گفتی؟ بعضی وقتا میشه که به فکر عمیق میری. امروز بعد درس اگه وقت داشتی به یک فکر عمیق برو. من کی هستم؟ حالا یکی به من گفت که ما یک خواست گرفتن هستیم. خواست گرفتن لذت هستیم. و دلم همیشه ارضا شدن رو میخواد و در این دنیا میتونی که ارضا شدن رو نخواهی. وقتی که بیدار شدن نقطه تو قلب یعنی که یک ارضا شدن دیگه ای رو میخواد، اونم خواست گرفتنه. میخوای با یه چیز دیگه ارضا بشی و در فرای این دنیا. به خاطر این آدم باید این سوال رو از خودش بپرسه و جواب سوالایی که میگیره باید اینا رو اندازه‌گیری کنه. یعنی اینجا با هم یه درسی رو انجام میدیم و یا با هم یک صحبتی میکنیم. میتونیم به چشم صحبت هم به این نگاه کنید و به چشم درس نگاه نکنید. در داخل یک صحبتی هستیم با شماها و حالا نسبت به زندگیمون سوالاتی داریم و حالا آدم اینو خودش هم بعدن هم باید فکر کنه و اندازه بگیره. یعنی میتونم به سوالاتم جواب پیدا کنم و یا آیا اینطوری که استاد میگه اینا رو اینجوری حس میکنم؟ اینطور چیزا وجود داره؟ به خاطر این اگه این چیزا رو ارزش گذاری کنی، اون نامعلومی با این ارزش گذاری کم کم تمیز میشه. یک امتحان کن، نگاه کن، اگه به دردت بخوره بگو، اگه به دردت نخوره هم بگو. اگه سوالاتی هم داری نسبت به این که من کی هستم، به یه جایی بنویس. همتون یه دفتری داشته باشید، یه جایی باشه که بتونید اونجا با خودتون صحبت کنید. این دیوانگی نیست و کاری که انسان در زندگیش با خودش انجام میده، این آنالیز، این صحبت، تماماً یک صحبته. به خاطر این به دفترتون بنویستین که من کی هستم، چی هستم، از درس چی یاد گرفتم، این واقعاً میتونه اینجوری باشه و غیره. اگه یکم واردش بشید براتون شفافتر میشه. بعدش یه چیزای نامعلومی هم به وجود میاد. در هر صفحه این میشه. کم کم میتونید از اینها بگذرید. سوال: مساخ پرده‌ای برای احساس کردن خدا بود. اینه. یکم پیش صحبت کردم. نیت. پرده. پرده اینه. مخلوق با خالق چطور میتونه به یک همفرمی بیاد؟ خیلی ساده. با تغییر دادن طبیعتمون و برای این کار تلاش میکنیم و کم کم میبینیم که تغییر میکنیم و کار کردن اینو با آدم میکنه. چطور در این دنیا کم کم یک کارهای انجام میدین عوض میشین؟ کسی که به معنویاتم اومده کم کم قلبشو، فکرشو، نزدیک شدنشو کم کم حس میکنه. سوال گرفتن رو با دادن خدا چطور میتونیم تغییر بدیم؟ نفهمیدم اینو. طبیعت ما گرفتنه و خدا میخواد بده. ما هم میخوایم بگیریم. این شفافه. درست باشیم اینجا. خدا میخواد بده، ما هم میخوایم بگیریم. ما هم میگیم بگیریم. دردت چیه؟ بده، ما هم بگیریم. ما هم خسته شدیم. هممون خسته شدیم از این شرایط. بگیریم و تموم بشه. ولی خدا میگه که نه، اینجوری نمیشه. اگه مستقیما اینطوری بگیری، مشکل هست اینجا. چرا؟ چون اون وقت به این شکل حس نمی کنی که خودتونو به دست آوردی. مشکلمون اینه. حالا یه بچه هست. بگیم که از پدرش پول گرفت. و بچه دیگه هست که رفت کار کرد و دوتاش هم در یک خونه هستند. دو برادرم بگیم. یکیش از پدرش پول گرفت و پول خوبی هم میگیره و لازم نیست که کار کنه. به منم همون پولو میده، ولی من میگم که من میخوام برم کار کنم. پول خودمو میخوام خودم در بیارم. دوتامون هم از پول لذت میگیریم. میگیریم آره. و اینو برات تضمین میکنم که از لذتی که برادرم میگیره 1000 برابر از اون بیشتر لذت میگیرم. چرا؟ چون حس میکنم که مستقلم. من کردم این کار و اینو من خودم تصمیم میگیرم که چطور باید اینو خرجش کنم و هیچ کس هم نمیتونه مداخله بکنه، ولی به اون یکی مداخله میشه، چون که پدرم مجبوره به اون چه بگه، چی میگه. میگه که من اون پولو به سختی به دست آوردم، هدر نده پولو. مگه نه؟ به من چی میگه؟ هیچی نمیتونه بگه. چرا؟ چون که پولو من خودم به دست آوردم. تموم شد. برای اینکه آدم بتونه جلوی خدا مستقل وایسه، به خاطر این خواست گرفتنشو باید به شکلی استفاده کنه که خدا بگه که
اوکی، این کار کار توه و چیزی که آدمو از خدا جدا میکنه استفاده از خواست گرفتنش نیست. خواست گرفتن رو چطور میتونه اونو به احسان کردن تغییر بده؟ چون که در این نقطه خواست گرفتن میتونه بی نهایت پرش کنی، هیچ مشکلی نیست، تا ته میتونی پرش کنی، هر چی میخوای میتونی بگیری، همه چی میتونی بگیری. به خاطر این چیزی که میگیم تغییر، اولاش یکم فهمیدنش سخته، چون که مثال دنیاوی برای این وجود نداره، واقعا نداره. به خاطر این از زندگی دنیاوی یکم مثال میزنی که کمش یکم بتونید رابطه برقرار کنید، ولی نیست، چون که ما خواست گرفتن هستیم. چطور اینو به احسان کردن تغییرش کنیم؟ وقتی اینو میگیم تماما نمیتونیم به مثال دنیاوی اینو توضیح بدیم. به خاطر این در کار باید یکم پیشرفت کنیم، بزرگ بشیم که بتونیم کم کم اینو در داخلمون جایگذاری کنیم. سوال: دنیاهای بالا 5 تا بود، در مورد این مقاله وجود داره که بخونیم؟ آره هست، به سایت اینترنتیمون میری، اونجا یک سری کتاب ها هستند، مقاله ها هم هستند، خیلی هست. و شما اطلاعات میدیم به ما، در مقابل چیزی نمیخواید، و من هم میخوام در مقابل به شما یه کارهای انجام بدم. اینم بدونی تنها کاری که میتونی برای ما انجام بدی خوندن، فقط برو سایت فقط بخون، چون که برای ما زیباترین چیز کردن کاریه که انسان بتونه به هدف آفرینش برسه. اگه میخوای برای ما خوبی کنی، چطور برای پدر مادرمون خوبی میکنیم؟ میخوایم به شکل خوبی بزرگ شیم و برای این یه کارهایی رو انجام میدیم. به خاطر این کاری که میتونی برای ما انجام بدی باید بخونی و بعد اون با ما میشی، با ما کار میکنی. همیشه چیزهایی هست که بتونی کمک کنی. سوال: همه ما یک هستیم و میگیم که جزا و پاداشی وجود نداره، ولی من 23 سالمه که سالهاست اسلامو تحقیق کردم و با این راهی که شروع کردم، از مصر باستان شروع کردم و دینهای زیادی رو خوندم و مشکلات مادی و معنوی زیادی رو کشیدم. چیزایی که دیدم در مقابل این جاهل بودن انسان و مثل گوسفند زندگی کردنش، نمیتونم بفهمم که چطور خوشحال هستن، چرا دنیا به این شکله. بعضی وقتا میشه که گریه میکنم. بعدش ایمان ریشه و تماماً همه علمها، به این علمها عادت کرده بودم که علم کابالا رو دیدم و خودم اونجا پیدا کردم. شاید مثل ایگویست باشه، ولی از حیوانها، کسی که با حیوانها هیچ فرقی نمیکنه زندگی میکنه، یک فرقی نداریم. یعنی با حیوان در میان ما هیچ فرقی وجود نداره. ما با حیوان تفاوتی داریم. حیوانات از ما خیلی باهوشترند. میبینی که حیوانها با هم جنگ نمیکنند، همدیگر رو نمیکشند، عاقلند. یعنی به خاطر این خیلی متفاوتیم. نمیتونی در مورد حیوانها شکایت کنی. میبینی که همه نسبت به قوانین طبیعت زندگی میکنند. یک گرگ هم وقتی میره به شکار، برای ضرر زدن به شکار نمیره. یعنی میگه که بخوردم مجبورم، لعنت بشه، باید دنبال شکار بره. یعنی اگه این کار رو انجام نمیدادم هم میشد، ولی برای زنده کردن باید انجام بده. به این شکل به شکار میره، فکرش به اون شکله و نمیخواد به کسی ضرر بزنه نسبت به حیوانات دیگری و حتی زمانی که اونا رو میخوره. به خاطر این اگه میخواد بکشه، فوری میکشه و حتی میگه که زود بخورم و تموم بشه. چون که اگه طبیعت حیوانا رو نگاه کنید، میبینید اون هم از این کار، از کاری که ضرر میزنه، میخواد رها بشه. ولی انسان به این شکل نیست. انسان از حیوان خیلی وضعش بدتره و خیلی احمق‌تره. اینطور میگم بهتون بر نخوره، ولی باید درست حرف بزنیم. یعنی این همه به خودش ضرر میزنه و زندگی میکنه، مثل این هیچ موجود دیگری نداریم تو دنیا، نداریم. به خاطر این اگه از فضا یکی نگاه کنه و ببینه، میگه که اینا تماما احمق هستن. باید اینو بگه، یعنی دنیایی که زندگی میکنه رو خراب میکنه، همسایش رو اینو تجاوز میکنه، میکشه، دزدی میکنه، همه رو به هم میریزه و به همراه اینا و به خودش نمیبینه که داره ضرر میزنه. این همه احمق. به خاطر این انسان از حیوان خیلی متفاوت تره، یعنی تماما یک احمقه.
به این شکل. نمیدونم جواب شد به سوالت یا نه. چرا مجبوره که اینجور باشه؟ اینم بگم. چرا مجبور اینجوری باشه؟ چون برای به دست آوردن آگاهی مطلق خدا باید از منفی منفی پیشرفت کنی. یعنی ته باید ببینی. به خاطر این انسان باید احمق بودن خودش رو ببینه که اون همه بتونه بزرگی رو به دست بیاره. تفاوت ما و حیوانات در اینجاست. و احمق آفریدن خدا ما رو به این شکل دلیلی داره. خواست گرفتن یه چیز خیلی احمقیه. ولی از احمقیش میتونه یک عقل بزرگی درست کنه. به خاطر این در طبیعت همیشه دو ضد هستند. به خاطر این انسان ضدترین چیز به طبیعت. حیوان، گیاه، بیجان، همشون داخل هماهنگی هستند. ولی انسان همه چی رو میخواد خراب کنه. به خاطر این از این ضدیت میتونه تمامیت رو به دست بیاره. به خاطر این انسانهای بیرون لطفاً به انسانها به چشم بد نگاه نکنید. در مورد اونها بد حرف نزنید چون از انسانها خیلی باهوشترند. من هم جاهلم ولی هیچی نمیدونم. ولی کمش بعضی چیزا رو میدونم. و خدا انتخاب کرد که منو با تلنگر بیدار کنه. وقتی که اونا خوابیدن من کار میکنم، رسیدم به درجه یکسان چقدر عادلانه هست. شاید هم به خاطر اینه که واحد بودن رو نتونستم بفهمم. چرا اینجوری میگی؟ بگیم که در خانه 5 برادر هستی. و تو از همه بزرگتر هستی. اینطور بگیم. و تو به خاطر اینکه از همه بزرگتری، طرز نگاه کردن پدر مادر به تو نسبت به بچه های کوچکتر متفاوت تره. به خاطر این بچه بزرگ در خانواده بیشترین اضطراب رو میکشه. چرا؟ چون نسبت به دیگران مسئولیت داره. به اون این حسیات داده میشه. به خاطر این چه کار میکنه پدر و مادر؟ اونو بیشتر میفشورند تا به کوچکا نگاه کنه. این چرا چیز بدی باشه؟ برعکسش چیز خیلی خوبیه. این آدم رو به پیشرفت میاره و چیزی که آدم رو بزرگ میکنه. ما هم هممون به این شکل باید ببینیم. اگه بیدار شدیم ولی بیدار شدنمون برای لذت خودمون نیست. به خاطر این چیکار میکنی؟ به دیگران هم کمک میکنی. بعضی وقتا انسان ها میگن چرا اینا رو میگی؟ چون که اگه یک کسی میخواد بدونه معنی زندگی رو، اون یک آدم خیلی مهمه. خیلی مهمه چون که 8 میلیارد انسان نمیاد بپرسه، اون یک آدم میاد بپرسه. به خاطر این وقتی به یوتیوب میری یک ویدیوی مسخره رو میلیون ها آدم میبینه، ولی این درس رو از داخل این میلیون ها آدم چقدر گفتیم؟ 120 نفر گفتیم نگاه میکنن. این همه. اگه یک نفر نگاه میکرد، من باز همینا رو میگفتم. مشکلی نیست. یعنی اون یک نفر خیلی مهم و این 120 نفر هم خیلی مهمند. در مقایسه با کسی که تو بیرون میلیونها چیزو میبینه، در مقایسه با این 120 نفر خیلی برام مهمتره. به خاطر این، طبیعتاً اگه هممون بیدار شده باشیم، برای این بیدار شدیم که به دیگران کمک کنیم. به هیچ کس خدا من تو رو انتخاب کردم، تو سلطانی با تو حساب خاصی دارم انتخاب نمی کنه. خدا هممونو برای اینکه به دیگران بتونیم کمک کنیم بیدار می کنه. مثل اینکه در خانواده پسر بزرگ وقتی پدر مادر بیرون میره به این بچه ها نگاه کن که خونه به تو امانته. شبیه این. چون که ما در این دنیا هم خدا رو نمی بینیم و نمی بینیم، حس نمی کنیم. به این شکل. به خاطر این اذیت شدن هممون، میتونم تو رو بفهمم. اذیت شدن هممون، یکم تو زندگی زجر کشیدن. خدا برای ما میگه که یکم بزرگ شو. بزرگ شو. به خاطر این به دوستان هم همیشه میگم که مسئولیت پذیری خیلی مهمه. چون که اگه مسئولیت پذیری نکنند نمیتونن بزرگ بشن. ولی اگه نقطه تو قلب بیدار شده باشه و مسئولیت نمیپذیره، آخرش خیر نیست. اینم بگیم که مثل این که به بچه ها مسئولیت دادیم و از خونه رفتن و برگشتن دیدن که خونه آتیش گرفته. تو کجا بودی؟ منم بیرون رفته بودم. چطور میشه؟
شما رفتیم بیرون، منم رفتم. 5 دقیقه برم بیرون، دیدم که خونه سوخته. همه چی تو 5 دقیقه اتفاق افتاد. به خاطر این نزدیک شدن خدا به ما هم هیچ تفاوتی نداد. به خاطر این کتک و کی میخوره؟ به این شکل. به خاطر این همه ما باید یکم تو زندگی تلنگر بخوریم و در همه ما هست. این درسته؟ ولی آدم باید اینو اینجوری ارزش گذاری کنه. برای بزرگ شدن یک لطف خدا بگیم مثلا. به خاطر این چیزی نیست که ازش چشم پوشی کنیم. از یه طرف نمیتونیم چشم پوشی کنیم، از طرف دیگری هم یکم باید بلندش کنیم. با اضطراب به آدم عقل میاد. به خاطر این مشکلاتی که آدم اونا رو میکشه، آدمو بزرگ میکنه. به خاطر این وقتی از آدمای تو بیرون صحبت میکنیم، یعنی میگن آدم ساده مشکلی نداره. چیزی شبیه این است. آدم ساده دردی نداره. Öyle midir? Bir şey de öyle bir laf var. Saf adamın derdi yok. Adam her çeşit bozuluk şurada başı. نسبت به زندگی مشکلاتش اونقدر زیادتره. سوالش، شفاف نبودنش اونقدر متفاوته. به خاطر این خیلی آدم ها پیشرفت نکردن. درسته، شاید احتیاجی ندارن، شاید اینطور بودن برای اونها خوشحالی میاره. خوبه، اگه خوشحال هستن خوبه. به خاطر این ماها هم در کار هم در هر شرایطی باید انجام بدیم. چه میگن؟ جهالت نعمته. به این شکل. ولی برای ما این وجود نداره، متاسفانه. و یا جهالت خوشحالیه. حالا هرچی. به خاطر این آدم نسبت به زندگی سوالاتش برای ما پیدا کردن سوالات و رسیدن به هدف غیر از این چیز دیگری وجود نداره. وقتی تو این دنیا هستیم کمش برای نزدیک شدن به خدا مدیتیشن یا ریتوال مراسم نمیتونیم انجام بدیم و برای نزدیک شدن به او چیزایی که به سرم میاد مثلا بیماری ها نمیتونم از اون کمک بگیرم. اگه از خدا وقتی در این دنیا هستیم برای نزدیک شدن به خدا مدیتیشن، مراسم اگه نتونیم انجام بدیم و وقتی میخوای به خدا نزدیک بشی به چیزهایی که روبرو شدی باهاشون مثل بیماری نمیتونی از خدا کمک بگیری، کی گفت که بیماری که گرفتی درمان نمیشه یا نمیتونی کمک بگیری؟ یعنی فقط با شفا گرفتن از خدا کمک میشه؟ وقتی آدم بیمار میشه از خودش سوال نمیپرسه که چرا این شد؟ مگه این بیماری برای آدم کمکی نیست؟ کمکه. وقتی آدم تصادفی میکنه از خودش میپرسه این تصادف خیره یا نیست؟ از خدا هیچ وقت به آدم چیز بدی نمیاد. فقط از خدا به آدم برای بزرگ شدنش یه چیزهایی میاد که لازمه. و اگه از خدا قرار بود که چیزهای بدی برای ما بیاد، اون وقت هدف آفرینش در پشتش چیزی که در می اومد پوچ بود. یکم منطقی فکر کنیم. به خاطر این هر چیزی که به آدم میاد، چه مراسمی چه مدیتیشنی میخوای انجام بدی نمیدونم، کاری که باید آدم انجام بده تنها چیزی که هست اینه که قلب تو از نفرت به عشق تغییر بدی. به خاطر ما، مراسم ما، ریتوال ما کاریه که برای تغییر این انجام میدیم. به خاطر این چه بدونم، پا تو آوردن به پشت گردنت لازم نیست به پوزیشن های مخصوصی بیای. به این چیزا لازم نیست. همه چیو آدم باید داخل فکرش و قلبش شفاف کنه. زندگی من اینه. سوالاتم اینه. سوالام اینه.
اینا رو چطور میتونم جواب پیدا کنم؟ از زندگیم چی میخوام؟ چی میخواستم به دست بیارم؟ همه اینها در داخل فکر آدم شفاف میشه. در ریتوال ها نه. برعکسش ریتوال ها اینها رو به آدم فراموش میکنه. یعنی به جای اینکه زندگی مسوال کنم، بشین و کن و تموم شد و همه چی رو فراموش کرد و به جاش قرص بخوری خیلی خوبه. یه قرص بخور، بخواب، خیلی بهتر از اینه. در دین ها همچنین چیزی وجود داره. مشکل دارم، برو واجبات دینی تو انجام بده. چیزی به غیر از راحتی پسیکولوژی نیست، ولی تماما دروغن. ولی پسیکولوژی آدم رو راحت میکنه. یعنی روی خودم یک باری داشتم، اونو به خدا انداختم. میگم به خدا حواله کردم، اینه به خدا فرستادم. به این شکل. چیزی به غیر از راحت کردن انسان نیست. یعنی به سوالاتم جواب پیدا کردم؟ نه، تماما دروغه. ولی این کار رو انجام میده. چرا؟ چون در زندگی دنیاویش برای از بین بردن ناراحتی بدنش این کار رو انجام میده. همه اینها در مدیتیشن هم، در این بر اون بر هم وجود داره. در تمام دین ها متد ها این وجود داره. ولی در علم کابالا اینها وجود نداره. در این علم فقط وقتی آدم ناراحته باید به نقطه ای برسه که از ناراحت شدن به پیشرفت کردن بیاد. به خاطر این راه ما یک خط باریکه، خیلی باریکه و با آدم باید خیلی حساس باشه. یعنی تمام تجربه های زندگی، تلنگرهاش، خارهاش خیلی حساس و تنظیم شده و شفاف اندازگیری به خاطر اون برای خودش باید راه پیدا کنه. اسمش روشه که میگن پل سرات که خار داره. و اون طرف پل سرات هم خداست و هیچ کس هم نمیگه که به خوبی از این راه میگذری. این خار داره، باریکه، نازکه، یعنی مشکل داره راه. درسته. به خاطر این پیشرفت کردن در معنویات، در زندگی دنیاوی بدنمو، یعنی حیوانمو بگم، این کیسه پروتئین رو و مغزم رو راحت کردن، این فکر رو نداری. در این علم چنین کاری هم نداری. سوالت خوبه، ولی باید با شما خیلی شفاف حرف بزنم. علم کابالا علم شفافیه و آدم وقتی کار میکنه باید آگاهیش رو بیشتر کنه. خودشو با مراسم، ریتوال، این و این نباید خاموش کنه. و چیزایی که گفتم روشون یکم فکر کنید. دین ها، متد های روحانی، مدیتیشن، این و اون به انسان ها چه کار میکنه؟ یکم فکر کنید. بعدش چیزی که گفتم مقایسه کنید. چون در علم کابالا مخصوصا برعکسش، برای خاموش کردن مغزم به خودم فرصت هم نمیدم. اگه از دستم بر بیاد حتی نمیخوابم. چرا؟ چون که همیشه باید بیدار باشم و میخوام روی همه چی باشم. همیشه مثل گربه‌ای که میخواد روی شکارش بپره. همه چی، حسایی که قرار داخلم اتفاق بیفته، فکرها، چیزهایی که بیرون اتفاق میفته، درصد 1500 میخوام بازش کنم. هیچ جا نمیخوام ببندم. شرایط اینه در اینه و به این شکل میتونی پیشرفت کنی. زندگی و خودت و دنیا رو، خدا رو، با علت و معلول فهمیدنت و شناختنت به این شکله. دوستان عزیز، همراه با این سوالاتمون هم تموم کردیم. با این نقطه درسمون رو تموم کردیم. هفته دیگه انشالله میبینمتون. شب بخیر همگی.